سلام. خب من یک 10 دقیقه هست که تو جمع شما حضور دارم، ولی خب رو نشده بود. خب سلام خانم دکتر، سلام، وقت وقتتون شما بخیر باشه. متشکرم. خب بذاریم من بله خواهش میکنم. خوبی کنچون بفرم. خواهش میکنم خواهش میکنم. متشکرم، شما لطف دارید. مرسی، سال نو شما و همه دوستان مبارک باشه. از شما هم خیلی ممنونم به این خاطر که همین که برنامه ریزی می کنید و خب کلا همیشه توی هر ایونت یا هر برنامه که اتفاق میفته عوامل پشت صحنه خیلی مهمترم به نظر من، چون همه هماهنگی ها، کار ثبت نام، لینک فرستادن ها همه بر عهده اوناست. و خب مرسی بابت تمام احساس مسئولیتی که دارید و تلاشی که می کنید برای اینکه مسیر هموارتر بشه برای دیگران. مرسی. انشالله. خواهش میکنم، شما لطف دارید. خواهش میکنم. باش، خواهش میکنم. خب همطور که میدونین، حالا کارگاه امروز، دوره امروز، کلاس امروز، هر چیزی که اسمشو بذاریم در مورد پستاک هست و نمیدونم جمعی که الان اینجا حضور دارن دانشجوی دکترا هستن، فارغ التحصیل دکترا هستن یا مقاطع پایینتر هستن، نمیدونم. ما فرض رو بر این میگیریم که همه شما مشتاق دوره پستاک هستید. میخوایم امروز بایدها و نبایدهاش رو بگیم، تجربه های خودم رو بگم و بعد از اینکه حالا صحبت من تموم شد میتونیم پرسش و پاسخ داشته باشیم، بسته به اینکه تایمی که داریم چقدر هست. نکته بعدی که همیشه روال کلاس های من این شکلیه که بعد از اینکه صحبت های من تموم شد دونه به دونه اونها رو میخونم و جواب میدم. نکته بعدی این که خب همین الان دیدم یه نفر پیام گذاشت که من دانشجوی کارشناسی هستم. خب خیلی اول راهی هنوز، ولی شاید حرفای امروز من یک کمکی کنه که از همون اول راه خوب برنامه‌ریزی بکنی برای آخر راهت. ولی خب در هر صورت خیلی حرفای امروز من بی ربط برای بچه های مقاطع مختلف نیست، ولی خب طبیعتا برای بچه های دکترا و فارغ التحصیل های دکترا خیلی حساس داره، اما به بقیه هم شاید یک راهنمای راه باشه واسه اینکه بهتون مسیر رو راحت تر نشون بده که چه جوری برنامه ریزی بکنید برای کارتون. خب من اول یه معرفی کوچولو از خودم داشته باشم، بعد بریم که شروع کنیم. بچه من خب همطور که میدونید داوودی هستم، سال 98 فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد بودم. کلا تمام مقاطع تحصیلی خودم رو توی ایران گذروندم، چه دوره لیسانسم و چه دوره ارشد و دکترا رو، که لیسانس خب دانشگاه تهران بودم، بعد انتقالی گرفتم رفتم ساری چون اصالتا شمالی هستم. دوره ارشد و دکترا خودم دانشگاه فردوسی مشهد بودم. تو دوره دکترا یه فرصت مطالعاتی 6 ماهه اومدم ژاپن. حالا در مورد فرصت مطالعاتی بعدا اگر شد حرف میزنیم. خیلی یه کوچولو فرصت مطالعاتی من با فرصت مطالعاتی بچه های دیگه یه ذره متفاوت بود.
بعد از اینکه خب دوره دکترام تموم شد، برای دوره پستاک اومدم ژاپن. البته باز یکم پستاکی من متفاوت بود، چون پستاکی که من اومدم، حالا باز جزئیات رو در موردش توضیح میدم که توی همزمان با اینکه شروع میکنیم صحبت کردن، در واقع من توی طرح تحقیقات JSPS شرکت کردم که حالا یکی از گرانت هایی هست که از طرف دولت داده میشه و به تفصیل در مورد صحبت میکنم، و این دوره رو گذروندم. در حال حاضر محقق دانشگاه میجی توکیو هستم و برای ادامه راه هم حالا مسیرهای دیگه هست که امروز نمیخوام در موردش حرف بزنم. خب دمشین گواهی میدن یا نه، اینو باید از آقای جمالی و بچههایی که ادمین این دوره هستن سوال بکنید. من جزئیات اینها رو نمیدونم، ولی خب بعدا میتونید از خودشون سوال بپرسید که به چه صورته. در مورد زبان اینا بچه ها توضیح میدم همشو، باشه اونا رو میگم، ولی نه خیلی زن نیاز نیست که شما زبان هر کشوری رو مسلط باشید برای دوره پستاک. بریم که شروع بکنیم از اولش، بعد دونه دونه بعدش سوالات رو جواب میدم که تایممون رو از دست ندیم. خب بچه ها من دسکتاپ خودم رو شیر میکنم، اگر دسکتاپ منو دارید حتما برای من حالا یه مثبتی یه چیزی بذارید که من متوجه بشم که شما دسکتاپ منو دارید. هنوز شیر نکردم، مثبت گذاشتید. خب بچه ها الان باید دسکتاپ من رو داشته باشید. اوکی پیامتون هم داره میاد، بذارید فلان تو نیست. اوکی خب اوکی خب بریم که شروع کنیم. خب بچه ها همطور که میدونید دوره پستاک یک دوره تحقیقاتیه، یعنی شما بعد از اینکه دوره دکتراتون تموم شد، اگر دوست دارید که وارد مقطع پستاک بشید، دیگه دانشجو به حساب نمیاید، در واقع یک فرصت شغلی به حساب میاید. اینا رو خوب دقت بکنید، جزئیاتش رو خوب بدونید که بعد برای اینکه بخواید وارد این حوزه بشید با آگاهی و شناخت کامل واردش بشید. ببینید بچه ها پستاک اصلا دیگه وقتی شما وارد مقطع پستاک میشید اصلا دانشجو به حساب نمیایید، به عنوان یک محقق هستید، یک محققی که مستقل هست، یعنی کاملا ایندیپندنت هست و حالا یه پروژه رو، یه طرح تحقیقاتی رو استارت میزنه. تو تیم خودش ممکنه که دانشجوی ارشد داشته باشه، دانشجوی لیسانس داشته باشه، دانشجوی دکترا داشته باشه، باید بتونه یک تیم رو هندل بکنه و یک پروژه رو پیش ببره. حالا پستاک ها تقسیم بندی های مختلف دارن، ما میخواییم بدونیم اینا چه تقسیم بندی هایی دارن، چه مدارکی اصلا لازم هست برای اینکه شما بخواید وارد این حوزه بشید، چه چیزهایی بهتون کمک میکنه که راحت تر بتونید وارد این مقطع بشید. به خاطر اینکه میدونید بچه ها دوره پستاک بسیار بسیار دوره رقابتی هست، فقط مختص من و شمایی که ایرانی هستیم نیست، تمام کسایی که هر جای دنیا دوره دکترای خودشون رو تموم کردن وارد مقطع پستاک میشن. چرا؟ چون پستاک مقدمه این هست که شما بخواید وارد در واقع دوره آکادمیک یا دوره کار توی صنعت و تجارت و اینها بشید. یه دوره آمادگی برای اینکه شما بتونید یک لینک ارتباطی برقرار کنید با واحدهای تحقیقاتی، واحدهای تجاری، واحدهای صنعتی و شما رو آماده میکنه برای اینکه بتونید یک تیم رو هدایت بکنید، هد یک تیمی باشید، یه پروژه رو پیش ببرید، با چالش‌های اون دست و پنجه نرم بکنید و یه جورای اول راه کاری شما هست. خب ما اول قدم به قدم شروع میکنیم بریم جلو ببینیم که چه چیزهایی میخواد. گام اول بچه ها ما فرض رو بر این میگیریم که شما الان دوره دکترای خودتون رو تموم کردید و میخواید وارد پستاک بشید. اول یه چیزی بهتون بگم بچه ها،
آیا هر کسی هر زمانی پستاک دوره دکتراشو تموم کرده میتونه بره پستاک؟ نه عزیز من. شما زمانی که دوره دکترات رو تموم کردی، نهایتا 3 تا 5 سال بعد از اتمام دوره دکترای خودت وقت داری، فرصت داری که برای پستاک اپلای کنی. این طور نیست که اگه دکتراتو 10 سال پیش تموم کردی الان هوس پستاک کرده باشی. نه، خیلی هم برای دانشگاه ها، برای مرکز صنعتی، برای واحدهای تجاری خیلی خیلی مهمه که شما دوره دکترات رو این اواخر تموم کرده باشی. یعنی مثلا فکر کن تازه تموم کردی بخوای سریع وارد پستاک بشی. چرا براشون مهمه؟ چون شما تو محیط بودی، یعنی فاصله نگرفتی، و وقتی تو محیط آکادمیک یا محیط کار آزمایشگاهی یا محیط کاری بودی، خیلی از تکنیک ها رو، خیلی از روال ها رو، خیلی از نرم افزار ها رو بلدی، و چون بلدی تو اون حوزه بودی، راحت تر میتونی خودت رو ستاپ بکنی با شرایط جدید. به همین خاطره که این محدودیت تایمی رو گذاشتن که شما اگر دوره دکترات رو 3 تا 5 سال پیش تمام کردی، میتونی نهایتا وارد دوره پستاک بشی. خب ما ببینیم که شما اگه میخوای بری پستاک چه مدارکی لازم داری، چه چیزهایی با همون اول کار داشته باشی. بچه ها، اول از همه باید یه رزومه مناسب آماده بکنی بر اساس سابقه آکادمیک و پژوهشی و مهارت‌هایی که کسب کردی. و همینجا بهت بگم، هر چقدر رزومت پروپیمونتر باشه، هر چقدر قوی تر که باشی، خیلی شانست بالاتره برای اینکه وارد بشی. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر تو دوره پستاک رقابت هست، خیلی بیشتر از ارشد و دکترا، خیلی خیلی بیشتر. و چون پوزیشن شغلیه، افرادی که اپلای میکنن تعدادشون خیلی زیاده و نهایتاً برای هر پوزیشن 1 یا 2 نفر انتخاب میشن. بنابراین کار شما کار خیلی سختیه. از اول بهتون بگم، دوره پستاک دوره شغلیه، به شما حقوق داده میشه، بیمه دارید و همه مزیت هایی که یک فردی میتونه تو اون کشور اقامت داشته باشه و یه زندگی راحتی داشته باشه. به همین خاطر سختگیری ها بیشتره. از شما انتظار دارن که به عنوان یک فرد تحصیل کرده، به عنوان یک فرد آکادمیک دوره خود دکترای خودشو تموم کرده، به همون اندازه دانش و تجربه داشته باشه. شما 4 سال لیسانس گذروندید، 2 تا 3 سال ارشد خوندید، 3 تا 4 سال دکترا خوندید و توی تقریبا یه دوره 12 تا 13 ساله رو تو دانشگاه سپری کردید. بنابراین باید یه فردی باشید که حداقل اگر سابقه کاری آنچنانی ندارید تو صنعت و تجارت، سابقه پژوهشی عالی باید داشته باشید، چون تو محیط آکادمیک و پژوهشی بودید. باید نرم افزار بلد باشید، باید تکنیک های آکادمیک رو بلد باشید، مهارت هایی که مرتبط با رشته خودتون هست. یعنی این انتظار رو از شما دارن. و خیلی خلاصه بگم، هرچی بیشتر بلد باشی، شانست بیشتره که انتخابت کنن. خب پس اولین قدم یه رزومه خوب باید آماده کنی. همینجا بهتون بگم، خیلی از بچه ها مشکلشون همین مرحله اوله. خیلی از بچه های ما آدم های توانمندی هن. خیلی سابقه های درخشان دارن، چه سابقه های آکادمیک باشه، پژوهشی باشه، مهارت هایی که دارن، تکنیک هایی که بلدن، نرم افزار هایی که یاد گرفتن، خیلی آدم های قوی هن. ولی خب خودشون رو پرزنت نمی کنن. ببین، من اگر یه استادی هستم هر جای دنیا و شما داری برای من اپلای میکنی که بیای توی اون پوزیشنی که اطلاع رسانی کردم شرکت کنی، من هیچ شناختی از شما ندارم. شما رو رو رزومت میشناسم. پس رزومت رو باید خوب بنویسی. رزومه نوشتن اصول داره بچه ها. فقط این طوری نیست که من 4 خط بنویسم، فلانی فلان مدرک رو دارم، فلان دوره رو گذروندم، فلان سابقه کار رو دارم. اصول داره نوشتنش. مهمتر از همه که رزومه شما باید به زبان انگلیسی باشه. پس باید تسلط داشته باشی به زبان انگلیسی. باید تسلط داشته باشی به حرف زدنه. چرا؟ چون وقتی شما رو انتخاب کردن برای اون پوزیشن، اولین کاری که میکنن باید قرار اینترویو میذارن، قرار مصاحبه برات میذارن. حالا جلوتر میگم که چه چیزی برای مصاحبت مهمه. ولی باید بتونی تو مصاحبت خوب حرف بزنی. خب خودتو پرزنت کنی. برای چی باید اینترویو میذاره؟ قشنگ میخواد ببینه چقدر چی تو چنته داری، چقدر آدم قوی هستی. و هر چقدر قوی تر باشی، هر چی رزومتو خوب پرزنت کرده باشی، توجهشو جلب میکنی، چون تو هیچی دیگه برای پرزنت کردن نداری. نه کار تو رو از نزدیک دیده، نه اصلا تو رو از نزدیک باهات کار کرده که بدونی چه مدل آدم هستی. هر چیزی که از تو داره فقط یه رزومه‌ای که براش میفرستی، یه سری مدارک
داره که براش میفرستی، با یه قرار اینترویوی که تو مرحله اول اگه شرایطت خوب باشه اونم بر اساس رزومه انتخاب میکنه، میاره بعد قرار اینترویو میذاره، باهات حرف میزنه و اگه خوشش اومد از تو، اگه از رزومه تو خوشش اومد، بهت پذیرش رو میده. خیلی وقتا ما آدم هایی هستیم که توانایی خیلی زیادی داریم ولی رزوممون رو خوب بیان نکردیم، خوب پرزنت نکردیم، تو اینترویومون انقدر استرس داریم، انقدر نمیتونیم خوب حرف بزنیم که اصلا تمام اون قشنگی های کارامون و تمام اون توانمندی هامون و تمام اون سالهایی که تو دانشگاه زحمت کشیدیم رو نمیتونیم قشنگ بیان کنیم. و خب وقتی قشنگ نتونی بیان کنی، همه چی رو برای خودش، به راحتی شانس رو از دست میدی. غیر اینکه اعتماد به نفس تو از دست میدی، یه پوزیشن و یه شانس رو از دست دادی. خب این پوزیشن ها همیشه انقدر زیاد نیست و برای هر پوزیشنی کلی آدم اپلای میکنه، به خصوص برای پوزیشن های دولتی، چون گرانت های دولتی معمولا حقوق های خیلی بالایی میدن و انقدر افراد زیاده، انقدر پروپوزال هایی که میفرستن زیاده و شما اونجا میری تو چرخه رقابت میری و اگه چیزی تو چنته نداشته باشی، تو همون مرحله اولی که دارن انتخاب میکنن واسه قرار اینترویو، شما حذف میشی. پس پرزنت کردن خودت، نوشتن رزومه خیلی خوب خیلی مهمه. بچه من بهتون خیلی پیشنهاد میکنم که اگه تو حالا رزومه خوب ننوشتی و یا اصلا نری سراغ اینا، اول اینا رو آماده کن برای خودت، بعد برو اپلای کن. اگه بلد نیستی رزومه بنویسی، اصلا خجالت نکش، برو توی دوره رزومه نویسی شرکت بکن، یاد بگیر چجوری رزومه بنویس، سرچ بکن در موردش، ببین چجوری باید رزومه تو بنویسی. رزومه نوشتن فقط این نیست که من 5 صفحه پر کنم بنویسم، فقط بنویسم، چجوری نوشتنش خیلی مهمه. من توی همین با همین انجمن بچه‌ها یک دوره رزومه نویسی همینجا برگزار کردیم. حالا نمیدونم بعداً دوباره برگزار بکنیم یا نه، چون وقت آزاد منم خیلی مهمه که واقعا وقت آزاد داشته باشم و این وقت آزاد من گاهن خیلی محدوده و به همین خاطر بهت پیشنهاد میکنم که حالا چه دوره رزومه نویسی رو با من بگذرونی چه با هر جای دیگه، فرقی نمیکنه، فقط برو یاد بگیر که چجوری رزومه خوب بنویس، این خیلی مهمه، چجوری رزومه آکادمیک خوب برای خودت داشته باشی که حرف اولو بزنه و توجه استاد رو جلب بکنه وقتی تو میخوای اپلای بکنی، شانست بره بالا. خب دومی بچه‌ها، حداقل یه مدرک زبان انگلیسی معتبر داشته باش. یکی از بچه‌ها همین الان سوال کرد که شما رفتی ژاپن، زبان ژاپنی مسلط بودی؟ نه عزیز من، شما هر جای دیگه دنیا هم بری، چه اروپا بری، حالا آمریکا و کانادا که انگلیسی زبان، البته کانادا یه جاهای زبانش رو فرانسویه ولی خب یه جای انگلیسیه، اروپا هر کشوری که بری، ژاپن بری، هر کشوری بری که زبان دوم داشته باشه غیر انگلیسی، نیازی نیست که برای دوره پست‌داک زبان اون کشور رو بلد باشی. نه اصلا مسلط بودن که هیچی، اصلا نیازی نیست بلد باشی. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها دوره‌ای که شما میگذرونید، کسی که وارد پست‌داک میشه یک فرد آکادمیک هست، فرد آکادمیک، زبان آکادمیک تو همه جای دنیا زبان انگلیسی. اون چیزی که از شما انتظار دارن اینکه بتونید زبان انگلیسی رو مسلط باشید، بتونید مقاله به زبان انگلیسی تو ژورنال‌های خوب بنویسید، بتونید با زبان انگلیسی خوب حرف بزنید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم تو دوره پست‌داک اینه که دام شما رو بیزنس تریپ میفرستن این ور اون ور، این کنگره اون کنگره. الان نبینید که به خاطر کرونا همه چی آنلاین شد، شما تو کنگره های مختلف شرکت میکنید، چون باید یه هد یه گروه هستی، باید بتونی پرزنت کنی کارتو و اونجا تسلط به زبان انگلیسی خیلی شرطه، باید بتونی مقاله انگلیسی بنویسی، باید بتونی به زبان انگلیسی خوب کارتو پرزنت بکنی، بتونی حرف بزنی، ارتباط برقرار کنی، خیلی مهمه. پس اون چیزی که از شما میخوان زبان انگلیسیه. و مدارک زبان انگلیسی معتبر چیا هست؟ خب آیلتس و تافل قرمز گذاشتم، چون میدونید بچه‌هایی که اصلا حتی میخوان برای دکترا اپلای بکنن باید یکی از این دو تا مدارک رو داشته باشن، بایدیه. برای پست‌داک بایدی نیست، از شما هیچ مدرک بایدی برای زبان انگلیسی نمیخوان، فقط میخوان بلد باشی حرف بزنی، بلد باشی مقاله بنویسی به زبان انگلیسی، معتبر تسلط داشته باشی. همین، کسی از شما این مدارک رو نمیخواد، ولی اگه داشته باشی هم خوبه، شانستو میبره بالا، ولی ازت بایدی وجود نداره براش. اینم تو پرانتز بگم بچه‌ها، بعضی از کشورها هستن مثلا مثل استرالیا که اون موقعی که میخوای ویزا بگیری اصلا باید مدرک آیلتس داشته باشی، هیچی، آیلتس عمومی هم ازت میخواد، آکادمیک نه. به همین خاطر خیلی مهمه که برای اونا
اون پروسه اپلای برای ویزای پروسه جداگانه هست که اونجا باید خب مدرک داشته باشی، اون اصلا ربطی به آکادمیک و دانشگاه و اینها نداره. ولی به طور کلی این مدارک آکادمیک رو اگه داشته باشی بهترم هست، نداشته باشی هیچ اشکالی نداره، ولی باید بتونی صحبت کنی. خب سومی کاور لتر. بچه شما باید یه کاور لتر خوب برای خودت تهیه بکنی. این هم بگم که با توجه به نوع پوزیشنی که براش اپلای میکنی یا مدارکی که حالا اون استاد یا اون دانشگاه یا اون تیم از شما میخوان، ممکنه که ازت بخوان یا نخوان، ولی معمولا کاور لتر رو میخوان. چرا بچه ها؟ کاور لتر کلن هر جایی که شما بخوای برای کار اپلای بکنی، حالا چه پستاک باشه چه پوزیشن کاری باشه، هر پوزیشن کاری کلن ازت کاور لتر رو میخوان. یه چیزی مثل موتیویشن لتره یا انگیزه نامه هست، مثل اون ولی متفاوته باز ازش. حالا من تو اسلایدهای بعدی در موردش توضیح میدم، ولی حتما باید یه کاور لتر رو داشته باشید برای اینکه بتونید اپلای بکنید برای پست داک. ولی خب بازم میگم اجباری نیست، بسته به مدارکی که هر مؤسسه یا هر دانشگاه یا هر جایی از شما بخوان میتونید اونها رو تهیه بکنید. بعدی recommendation letter هست یا همون توصیه نامه. توصیه نامه چیه بچه ها؟ همه تون میدید، به خصوص بچه هایی که دوره فرصت رفته باشن یا میخوان برن. ببینید از شما یه معرفی نامه یا توصیه نامه میخوان. معرفی نامه یعنی چی؟ یعنی که یه 3 تا 4 نفر شما رو معرفی و تایید بکنن. مثل تو ایران هم دیدید هر جایی میخواید مشغول به کار بشید یا هیئت علمی بشید یا هر جایی، از شما توصیه نامه یا معرفی نامه میخوان. خب چه کسایی رو میگن؟ مثلا یه شرایطی داره، میگن مثلا از اقوام نزدیک، دوستان نزدیکتون نباشن، ترجیحاً مثلا اساتیدتون باشن یا افرادی که باهاشون کار کردید قبلا، اینها معرفیتون بکنن. معمولا برای دوره پست داک ریکامندیشن لترها رو اساتید مقاطع قبلیتون می نویسن، یا اگه مثلا تجربه کاری داشتید معمولا مثلا رئیس شما یا مثلا مدیر شما تو مقاطع قبلی براتون ریکامندیشن لتر رو می نویسه، توصیه نامه ها رو می نویسه. حالا جلوتر در مورد تک تک اینها بچه ها جزئیاتش حرف می زنن و میگم که چه چیزهایی بایدها و نبایدهایی داره. یه چیز دیگه که خیلی مهمه داشتن یه ایمیل مناسب. بچه همه تون شاید یه ایمیل داشته باشید، خب ولی لطفاً یه ایمیل رو در نظر بگیرید که اول اینکه اون ایمیل رو حتما چک بکنید، یه ایمیل فعالی باشه، بدونید چه ایمیلی رو نوشتید، و اگه ایمیلتون دانشگاهی باشه ترجیحاً بهتره، چون که اون در واقع بعد از ادساین آدرسی که درج میشه آدرس دانشگاه شما هست و گاهن یه خورده معتبرتر هست، یا گاهن آدرس های جیمیل خیلی معتبرتر هست تا مثلا یاهو، تا مثلا هات میل هایی که مال مثلا در واقع اکانت های مختلف حساب کاربری های مختلف باشه. یه ایمیل مناسب بسازید، یا اگه دارید یه ایمیلی باشه که مثلا باهاش کار میکنید و چکش میکنید و فعال باشه، که بدونید چه ایمیلی رو دارید چک میکنید، که از طریق اون بتونید این ارتباطات شما شکل بگیره و خیالتون راحت باشه که اگر براتون ایمیلی اومد یا برای پوزیشنی انتخاب شدید از قافله عقب نمونید و بتونید چک بکنید و دسترسی بهش داشته باشید. خب اینا بچه ها مدارکی هست که شما برای دوره پست داک لازم دارید. ببینید مدارک خیلی سختی از شما نمیخوان. مدارک تحصیلی شما هم بستگی به پوزیشن داره. گاهن ازتون میخوان، گاهن نمیخوان. بعضی جاها اصل مدرکتون رو میخوان، بعضی جاها اصل مدرک رو نمیخوان. اینا یه سری در واقع شرایطی که بسته به کشوری دارید بیشتر که میخواهید برید. همه جا عمومیت نداره. ولی تو گام اول اون چیزی که ازتون میخوان رزومه هست. مدرک زبان اگه داشته باشی یا نداشته باشی بسته پوزیشن داره، کاور لتر و ریکامندیشن لتر، اینا بایدیه و باید داشته باشی موقعی که میخوای اپلای کنی. ولی اینکه مثلا حالا اون موقع مثلا حتما مدرک اومده باشه یا نیومده باشه، اصل مدرک داشته باشی یا گواهی موقت باشه، اینا حتما بایدی نیستش، کمی متفاوت تره بسته به مقصد شما. خب بریم مرحله به مرحله با هم چک کنیم ریز کاری ها رو بدونیم که چی به چیه. اولین قدم بچه ها داشتن یک رزومه مناسبه. من تو دوره رزومه نویسی برای بچه ها میگم، اینجا هم برای شما این تیکر رو میگم که بدونید. ببین بچه ها، ما تو زبان فارسی چه به CV چه به کلمه انگلیسی رزومه به هر دوتاش میگیم رزومه. خب و تو زبان انگلیسی یکم این دوتا با هم فرق میکنه.
اینم همون اول براتون بگم، خیلی وقتا خیلی از پوزیشن ها این تفاوت بین این دوتا رو قائل نمیشن، خب، ولی شما به طور اصولی و درست بدونید که چی به چیه، اما گاهن فرقی بینشون قائل نیست. خب همون اول هم این توضیح رو براتون بدم، جایی که از شما برای پوساک از شما اینو میخوان، این رزومه رو میخوان، سیوی رو نمیخوان. حتی اگر جایی هم مثلا توی مدارکی که ازتون خواستن این واژه سیوی آورده شده، منظورشون اینه. خب چون برای پوزیشن های شغلی و پوزیشن های کاری چیزی که از شما میخوان رزومه هست، سیوی نیست. سیوی برای پوزیشن های تحصیلی بچه ها. خب و فرق بین این دوتا چیه؟ ببینید تو سیوی شما همه چی رو میذاری، تو رزومه هم همه چی رو میذاری، فرق بینشون تفاوت خیلی کوچولوه. تو سیوی شما بیشتر سابقه آکادمیک و پژوهشیتون رو بولد میکنید، تو رزومه شما بیشتر سابقه کاریتون رو بولد میکنید. حالا این سابقه کاری منظورم مثلا کار تو شرکت ها و اینا نیست، منظورم کار تحقیقاتیتونه. خب ولی کارهایی که کردی رو بیشتر بولد میکنی، ریسرچ اینترست ها تو، ریسرچ پراجکت ها تو بیشتر بولد میکنی. اما تو سیوی بیشتر مثلا میای بولد میکنی که مثلا مقالات چیا بوده، مثلا دوره های آموزشی چیا بوده، مثلا اون دوره های اون مهارت هایی که گذروندی چیا بوده. و سیوی بیشتر برای دوره های تحصیلیه، رزومه بیشتر برای دوره های کاریه. اما بچه ها فقط میگم تفاوت ها رو بدونید. خب خیلی جاها من دیدم که برای دوره های پست از واژه CV استفاده میشه، خب اینو بدونید. اما در مجموع تفاوت بینشون تو همینه، معمولا برای پوزیشن های کاری از رزومه استفاده میشه، برای پوزیشن های تحصیلی از CV. و بنابراین رزومه یکم از لحاظ حجمی کوتاه تره، خیلی حجیم نیست، CV مقدار پروپیمون تره. خب اما در هر صورت شما تو رزومه که می نویسید تمام کارهایی که کردید، تمام دوره هایی که گذروندید، مقالاتتون، همه چیز رو باید و باید درج بکنید، چون برای پست‌دوک به همهشون دقت میکنن، به خصوص طبقه کاری که گذروندید و دارید خیلی خیلی مهمه. خب اینجا هم براتون تفاوت به صورت شماتیک تفاوت سی وی و رزومه رو گذاشتم که ببینید که به چه صورته و چه تفاوتهایی بینشون هست. گرچه که میگم تفاوت بینشون خیلی کوچولوه، ولی بدونید که معمولا تو رزومه بیشتر رو سوابق کاری بولد میشه، ولی تو سی وی بیشتر سوابق آکادمیک و پژوهشی و دوره های آموزشی و اینا بولد میشه. خب بریم سراغ کاور لتر. کاور لتر چی هست و چرا من باید کاور لتر بنویسم؟ ببینید بچه ها، براتون بچه هایی که الان دارن برای پست‌دوک اپلای میکنن احتمالا میدونن وقتی یه پوزیشنی اطلاع رسانی میشه، اون دپارتمان، اون دانشگاه، اون مؤسسه، اون استاد میاد تو اون اطلاعیه مینویسه که دقیقا چه آدمی رو میخواد، کیو میخواد، دقیقا کیو میخواد که چه توانایی هایی داشته باشه، تو چه رشته تحصیل کرده باشه، چه تکنیک هایی رو بلد باشه، به ریز می نویسه اون تو. خب و شما در جوابش یه کاور لتر براش می نویسید. خب سوال اینجاست که خیلی از بچه ها میگن خب خانم دکتر ما کاور لتر رو چجوری باید بنویسیم؟ بچه ها کاور لتر یک صفحه است، نهایتا دو صفحه است. شما قرار نیست کل سیوی تو کاور لتر بیاری. خب من اینجا برات بند به بندش رو آوردم. تو کاور لتر شما انگار در جواب اون مؤسسه یا اون پوزیشن و اون جزئیاتی که درج شده براشون می نویسی که تو چه آدمی هستی و چه توانمندی هایی داری، ولی خیلی مختصر و مفید. قرار نیست کل سیوی تو این داخل بیاری، دقیقا به چیزایی باید اشاره بکنی که برای اون فرد مهمه، چون اون فرد تو اون اطلاعیه که گذاشته توش نوشته که کیو میخواد. مثلا اگه تو حوزه کشاورزی داری کار میکنی، مثلا من تو حوزه گل و گیاهی، مثلا پلانت ساینس هستی و تو حوزه کارهای اصلاحی کار میکنی، مثلا تو
تو اطلاع رسانیش می نویسه که مثلا تکنیک های PCR و RT-PCR و qPCR رو بلد باشه، مثلا تکنیک های این ویترو پروپاگیشن رو بلد باشه، مثلا بتونه توانایی مدیریت یک تیم رو هندل کردن مثلا دانشجوی ارشد و دکترا رو بلد باشه، اینا رو می نویسه. خب و تو توی جواب مثلا نیاز نیست که براش بنویسی مثلا من آنالیز مثلا تکنیک های بیو انفرماتیک آر و فلان چیز رو بلدم، یا مثلا کار تو گلخونه برای مثلا نگهداری گل مثلا بنتقونسول بلدم، اون اصلا همچین چیزی نمیخواد، اون اولویتش این چیزا نیست. خیلی خوبه که بلدی، ولی اون اولویتش این نیست. اون اولویتش این که شما توش براش بنویسی که آره مثلا من 3 سال 2 سال 1 سال سابقه کار تو حوزه مولکولی دارم، تو تکنیک های PCR RT-PCR فلانجا کار کردم، تو پروژه فلان که کار مولکولی بود کار کردم، مثلا غیر از اینا آنالیز دیتا ها با استفاده از یه سری از تکنیک های بیو انفرماتیک، یا در واقع آنالیز دیتا با استفاده از یه سری نرم افزارهای بیو انفرماتیکی یا مثلا نرم افزارهای آماری رو بلدم، اینا اضافه تره. خب ولی باید بنویسی اون چیزهایی که براش مهمه رو توش مینویسی. خب قرار نیست که کلن این تو بنویسی مثلا آره من. اگه مثلا توش نوشته که سابقه تدریس داشته باشی، پس تو هم در جواب تو کاور لترت مینویسی که بله مثلا من 5 سال سابقه حق و تدریس دارم با فلان دانشگاه با فلان مؤسسه، فلان درس ها رو دادم مثلا به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی مثلا تو فلان مقاطع. خب که مثلا طرف میخونه بگه اوه آره این واسه من مهمه که مثلا پست که من سابقه تدریس داشته باشه، چون میخوام که این دروس رو تدریس بکنه، پس باید سابقه تدریس داشته باشه، پس تو براش مینویسی که داری یا نداری. خب پس اینا رو برات بولد بکن. چرا بچه ها؟ چون وقتی که برای پوزیشن اپلای میکنی، اون مؤسسه، اون تیم، اون استاد اول میره کاور لتر تو رو میخونه، نمیره اول سی وی تو بخونه، اول کاور لتر تو میخونه. اگه از کاور لتر تو خوشش اومد، میره چیکار میکنه؟ میره مثلا سی وی تو رو میخونه برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشه، و اگه از سی وی تو هم خوشش اومد، میره تو لیست افرادی که انتخاب میکنه برای اینترویو. گرفتی چی شد؟ پس خیلی مهمه که کاور لتری که مینویسی خیلی دقیق باشه. خب خانم دکتر من تو کاور لتر چی بنویسم؟ چیزن چجوری بنویسمش؟ بچه کاور لتر مثل یه نامه اداری میمونه. بچه هایی که زبان انگلیسی وارد باشن خیلی خوب بلدن که چجوری نامه اداری انگلیسی بنویسن. تو قسمت راست و چپ از بالا اول باید آدرس خودت رو، اسمت رو، آدرس ایمیلت رو وارد میکنی. یه طرف مال شما هست، یه طرف هم مال اون استاد یا مؤسسه هست که داری اپلای میکنی. بعد شروع میکنی دیر فلانی. خیلی وقت دیدم که بچه های چیز کلی می نویسن اینجا، می نویسن Dear Professor, Dear Manager, Dear Director. نه عزیز من، باید دقیقا بنویسی اسم طرف رو، Dear Professor فلانی، مثلا Director فلانی، Manager فلانی، اگه Manager یک کمپانیه مثلا Manager of فلان کمپانی، Manager of فلان Institute، اینا رو باید بنویسید. خب چون بچه ها خیلی وقتا یه کاور لتر کلی تهیه میکنن برای همه جا همونو میفرستن، نکنین کارو عزیز من. چرا؟ چون نیازمندی های هر پوزیشن با پوزیشن دیگه فرق میکنه. وقتی تو یه کاور لتر مینویسی، بنابراین نیازمندی های هر مقطع، هر پوزیشن رو اونجا رعایت نمیکنی، یه چیز کلی نوشتی. خب اون اگه کلیه که طرف کلی نمیخواد، خب طرف جزئی میخواد ازت. پس لطفاً پوزیشن هایی که اپلای میشه دقت بکن که نیازمندی هاش چی هست، بر اساس همون برو یه کاور لتر آماده بکن. این خیلی مهمه بچه ها، لطفاً یه کاور لتر بنویس، خب آماده بکن، ولی بر اساس هر پوزیشن تغییراتش رو اعمال بکن. خب یه چیزایش که مثلا احترام هست و کلیات هست و اینا باشه، اشکال نداره، ولی اون جاهایی که جزئیاتش هست که معمولا توی بادی پاراگراف نوشته میشه، اونجاها وابسته به هر نیازمندی های هر مجموعه است. مثلا تو قسمت اینتروداکشن یا مثلا کلوزینگ پاراگراف یکم کلیات نوشته میشه، ولی تو بادی پاراگراف شما دقیقا اشاره میکنی به اون چیزی که اون نیازمندی هایی که اون مؤسسه، اون استاد یا اون تیم میخواد.
بنابراین اینجا رو حواست باشه، اینجا خیلی مهمه. این قسمت اول و آخره، اول که یه معرفی کلی از خودته که مثلا من پی اچ دی فلان رشته هستم، از فلان دانشگاه هستم، سال فلان فارغ التحصیلم، خب این کلیه، این خیلی تغییر نمیکنه. ولی یا مثلا پاراگراف آخرت که میخوای تشکر کنی که مثلا این فرصت رو به من دادی، من آمادگی دارم که هر زمانی که اینترویو داشتیم میتونین تو زوم، تو اسکایپ، هر جایی که داشتین، من آمادگی رو دارم که صحبت بکنم، و حتما اینو قید بکنید، خیلی مهمه، چون طرف بدونه که شما مشتاق هستی برای اینترویو، خب به خصوص به صورت آنلاین، و معمولا هم در 99% موارد آنلاینه، چون اینترویو 100% نیست هنوز، تازه شما انتخاب شدی برای اینکه باهات یه مرحله رو انگار یک پل رو گذروندی، ولی هنوز انتخاب نهایی نشدی. اما بادی پاراگرافت خیلی مهمه، چون شما دقیقا بر اساس اون نیازمندی هایی که برام پوزیشن اطلاع رسانی شده بادی پاراگرافت رو مینویسی، و اگر وابسته، یعنی در جواب متناسب با اون نیازمندی ها نباشه، عملا طرف متوجه میشه که یه چیز کلی نوشتی. و بچه یه چیزی هم بهت بگم، اون استادی که تو اون مؤسسه داره پستاک در واقع اپلای کرده یا اطلاع رسانی کرده، آدم قهاریه بچه ها. کسی که مثلا یه اسیستنت پروفسور هست، یه اسوشییت هست، معمولا نمیتونه پستاک بگیره. پستاک رو کسی میتونه بگیره که فول پروفسور باشه، هم گرانت داشته باشه و هم از لحاظ آکادمیک به درجه بسیار بالای آکادمیک رسیده باشه، یعنی معمولا فول پروفسور باشه یا اسوشییت پروفسوری باشه که چند سال گذشته باشه از اون اسوشییت شدنش. بنابراین این فرد معمولا خیلی درخواست بالایی داره برای پستاک، پس خیلی خبره است و با یک ریز نگرش به این چیزی که براش فرستادی میفهمه که تو وقت گذاشتی برای نوشتن این یا نه، همینطوری یه چیزی رو تنبل کرده میخوای بفرستی بره، و خیلی سریع متوجه میشه. بنابراین خیلی وقت بذار و هرچی با دقت بیشتری بنویسی شانست بالاتره، چون اون فرد خیلی قشنگ متوجه میشه که تو دقیقا میدونه که تو یه فرد آکادمیک هستی، وقت گذاشتی و دنبال چه چیزی هستی. پس لطفا وقت بذار، صرف آماده کردن، نوشتن و مشابه نمونه های اینترنتی نباشه. خب دکتر، سوال اینجاست که من چه چیزی رو تو کاور لترم ننویسم، بهش اشاره نکنم؟ خیلی چیز خاصی نیست، فقط دو تا چیز مهم براتون گذاشتم، تو صحبت های اسلاید قبلی هم گذاشتم. بچه لطفاً تو کاور لترتون خیلی دقت بکنید که از لحاظ اسپلینگ زبان انگلیسی و گرامرتون مشکل نداشته باشید. میگم خیلی بچه تو این حوزه مشکل دارن، چه تو نوشتن سی وی، چه تو نوشتن کاور لتر، خیلی اشتباه و غلط املایی دارن. لطفا نداشته باشید بچه ها. شما یک فرد تحصیل کرده هستید، یک فرد آکادمیک هستید. تأکید میکنم بچه ها، دنیا روی شما خیلی حساب باز میکنه. نگاه نکنید که مثلا توی ایران تعداد افرادی که دکترا گرفتن خیلی زیاده. نه بچه ها، تو همه جای دنیا اینطوری نیست. خب وقتی کسی دکترا میگیره خیلی روش حساب باز میکنن، میگن طرف تحصیلات آکادمیک رو تمام کرده، آماده است که وارد دوره کار بشه، نه دوره کار عادی، دوره کاری که به عنوان یک منیجر باشه، به عنوان یک هد باشه. میتونی چی میگم؟ پس از انتظار داره که بتونی یه مقاله انگلیسی درست حسابی بنویسی، یه نامه اداری انگلیسی خوب بنویسی، بدون غلط، بدون اینکه ویرایشت، اسپلینگت، گرامرت مشکل داشته باشه. پس لطفاً اگه تو زبان انگلیسی قوی نیستی، اول برو اونو قوی کن، بعد بیا برو پستاک. نمیتونی وقتی رفتی پستاک اگه زبانت ضعیف باشه، همون اول اصلا با تعارفی ندارن و ببینن زبانت ضعیفه، رک بهت میگن، میگن خانم آقا شما زبانت ضعیفه، نمیتونی ارتباط برقرار کنی، بنابراین این نمیتونی هد باشی، همون پروژه تو تنهایی پیش ببر، دانشجو تو تیمت نمیذارم چون نمیتونه ازت یاد بگیره. خب قرار نیست که اینجا به تو چیزی یاد بدن، درسته چهار تا تکنیک جدید تست میکنی، اطلاعاتت با تجربه تر میشی، ولی قرار نیست که بهت میاد بشه دانشجو یاد بده بری سر کلاس بشینی، داستان نداره دیگه، شما باید بری سر کلاس آموزش بدی. بنابراین اول اینکه میستیک نداشته باش، تو تایپ تو، توی اسپلینگ تو، گرامر چک کن، که خدا رو شکر الان انقدر نرم افزار و انقدر تو خود ورد
اون بالای گرامر سپلینگ داره. بعد اینکه نوشتی گاهن ما تو تایپ کردن تون تون که می نویسیم خیلی عادیه، ممکنه این سپلینگ اشتباه داشته باشه، میستیک. برای خود منم خیلی وقتا پیش میاد وقتی تون تون یه نامه اداری می نویسم، عجله دارم، خیلی وقتا تو اسپلینگ ممکنه پیش بیاد. اون گرامر اسپلینگ رو چک بکن که از لحاظ گرامری، از لحاظ متنی، از لحاظ نامت زبان انگلیسی مشکل نداشته باشه لطفاً. برای اینکه این خیلی برای شما افت داره که زبان انگلیسی افتضاح باشه. حتی متن ایمیلی که می نویسی، خیلی از بچه ها مشکل دارن. بچه ها اینو جدی بگیرید، چون من دارم بچه هایی که برای من ایمیل میفرستن و خیلی هاشون مشکل دارن تو همون ایمیلی که میفرستی. و اصلا وقتی استاد بخونه ببینه اینقدر داغون ایمیل نوشتی، اصلا حوصلش نمیگیره بره رزومت و کاور لتر تو بخونه. میگه این هنوز نمیتونه یه ایمیل درسته بنویسه، این چجوری بیاد توی گروه من و من میخوام روش حساب باز کنم که یه تیم یا برای من منیج بکنه. و خیلی مهمه که شما توانایی زبانت بالا باشه. نکته دوم بچه ها، قرار نیست که، اینو گفتم، سیوی کامل تو کاور لترت بیاری. قراره بر اساس نیازمندی هایی که تو اون پوزیشن درد شده یا اون ریسرچ اینترست هایی که توی اون پروژه استاد هست. استاد، ببینید استادای اینجا فیلدشون مشخصه، همه چی کار نمیکنن. مثلا نوشته که ایشون متخصص تو چه حوزه ای، ریسرچ اینترست هاست چه چیزهایی هست، مقالات چه میره میخونی، میدونی که فلان استاد تو فلان دانشگاه تو چه حوزه ای داره کار میکنه. بنابراین اگه داری مستقیما با استاد هم مکالمه میکنی، توش درج بکن بر اساس ریسرچ اینترست هاش به بادی پاراگرافت رو بنویسی، نه هر چیزی که خودت دوست داری تو اون حوزه کار بکنی. شما قراره بری توی پروژه مشترک بین خودت با اون استاد یا اون در واقع سوپروایزری که یا اون رئیس که قرار هست باش کار بکنی، مشترکاً کار کنی. قرار نیست ساز خودت رو بزنی اونجا، یه پروژه مشترکه، پس باید یه وجه اشتراک با اون استاد داشته باشی. خود تو پوزیشن ها اطلاع رسانی میشه، مثلا میگه که فلان مثلا رشته، فلان مثلا پوزیشن، فلان پروژه ها مشخصه. ولی وقتی با خود استاد اپلای میکنی و قراره که استاد از گرانت خودش به تو حقوق بده، اونجا بر اساس ریسرچ اینترست هاش باید تو باد پاراگرافت بنویسی. پس لطفا برو رزومه استاد رو بخون، صفحه استاد رو توی آدرس لینک دانشگاه بخون، مقالاتش رو بخون، بدون که چی میخوای بنویسی، بر اساس ریسرچ اینترست های خودت ننویس. دومی که توی کاورلتر خیلی من نکن، از لحاظ زبان انگلیسی هم خیلی درست نیست که از واژه آی مثلا یا من به زبان فارسی خیلی استفاده کنین. جملات معلوم مجهول با هم به کار ببر، بذار هم جمله بندی هات قشنگ تر باشه و همین که تو خیلی مسلط تر باشی به نوشتن. و مهمتر از همین که لطفاً اشاره نکن که مثلا 50 دیگه هم اپلای کردی توی این کابلتل، اشاره نمی کنی که من برای فلان جا هم اپلای کردم، فلان جا هم فرستادم. نه، شما خیلی جا ممکنه اپلای کرده باشی. چرا؟ قاعدتا هم همینطور هست، مثل این که شما، چون گفتم پستا که پوزیشن شغلی بسیار رقابتی هم هست و اینکه معلوم نیست که اصلا شانس شما بالا باشه و بتونی انتخاب بشی. برای همزمان ممکنه که برای 10 تا پوزیشن اپلای کرده باشی، توی یه دونش ممکنه انتخاب بشی و بعد حتی ممکنه دو سه تا انتخاب بشی و بعد خودت تصمیم میگیری، چون قراره بری کار کنی و حقوق بگیری. برای این اجباری در کار نیست، خودت هستی انتخاب میکنی که من کجا میخوام برم و با کدوم تیم میخوام کار بکنم، اون موقع شما تصمیم میگیری. بنابراین نیازی هم نیست که تو کاور لترت اشاره بکنی که برای چه جاهای دیگه یا چه اپلیکیشن های دیگه ای اپلای کردی و براشون حالا مدارک فرستادی، نیازی نیست که اشاره بکنی داخلش. خب یکی دیگر از مداریکی که گفتیم لازمه بچه ها، ریکمندیشن لتر یا توصیه نامه بود. توصیه نامه چرا مهمه؟ چرا اهمیت داره بچه ها؟ ببینید، من گفتم معرفی نامه یا توصیه نامه از 3 تا 4 نفر. خب براتون گاهن پیش اومده توصیه نامه گرفته باشید، آیا همین طوری توصیه نامه بنویسن؟ تو ایران استادا همین جوری توصیه نامه می نویسن، ولی لطفا ازشون بخواین که همین جوری توصیه نامه ننویسن. چرا؟ برای اینکه توصیه نامه شما خیلی مهمه. چند وقت پیش یکی از حالا بچه‌هایی که توی کانادا هست یه لایوی گذاشته بود، نوشته بود که یه استاد کانادایی یه متن ایمیل خودش رو منتشر کرده بود، نوشته بود من دیگه سعی میکنم از ایران پستاک نگیرم. و دلیلش چی بود؟ گفت توصیه نامه هایی که اساتید ایران برای دانشجوهاشون می نویسن خیلی اغراق‌آمیزه، یعنی خیلی پروپیمونه، الکیه،
یعنی چی؟ اینا همینجوری می نویسه، فلانی دانشجو خیلی خوبی بود، خیلی فعال بود، فلان کارو کرد، خیلی ازت تعریف تمجید میکنن، در حالی که ممکنه واقعا همچین چیزی نباشی. میری تو تیم اون فرد، طرف میبینه که نه، این اصلا تکنیک ها رو خیلی خوب بلد نیست، اصلا تکنیک های مدیریتی نداره، اصلا زبان انگلیسیش خوب نیست، اصلا پر استرس، نمیتونه کار پروژه رو اصلا هندل بکنه. و این چرا پس میبینی خب پس دروغ براش نوشتن دیگه. اینجاست که ذهنیتش برمیگرده. و ما، ببخشید حرفا میزنم، ما ایرانی ها استاد اغراق‌آمیز نوشتنیم. میگیم هر چی پروپیمون تر باشه عالی تره. من بهت میگم این کارو نکن، واقعی بنویس توصیه نامه تو و از استادم بخواه بر اساس توصیه نامه هایی که توی اینترنت هست برات ننویسه، بره متن از اونجا بگیره بنویسه. خانم فلانی دانشجوی خیلی خوبی بود، آقای فلانی عالی بود، خیلی فعال بود، خیلی مهربون، خیلی اشکالی همه اینا رو بنویسه، ولی بر اساس اون چیزی که هستی بنویسه. خب به اضافه اینکه کاری که واقعا کردی، یعنی اگه مولکولی کار کردی، اگه کار گلخونه‌ای داری، اگه حشره شناسی هستی، میکروبیولوژی هستی، اصلا کشاورزی نه، مهندسی هستی، هر چیزی هستی، تکنیکایی که کار کردی و چیزهایی که از تو دیده، خب واقعیت رو بنویسه. خب طبیعتاً قرار نیست که از شما بد بنویسه، نمیخوام بدی هاتو بنویسه، چون قطعا اگه بدی هاتو بنویسه که خب اون تیم تو رو نمیگیره، ولی اگه قرار خوبی هاتو بنویسه اغراق آمیز ننویسه، بر اساس واقعیات تو بنویسه. اینکه مثلا آدم توانمندی هستی و تو چه حوزه‌هایی، حتی ریزم شده بنویسه. بچه ها اصلا فکر نکنید که بد باشه. خب مثلا شما فکر کنید که مثلا یه آدمی هستی که ببین چجوری میخوام بیانش کنم. مثلا فکر کن یه دانشجو هستی، همزمان میتونی داری درس میخونی، مثلا تو تیم والیبال دانشگاه هم عضوی و داری ورزش میکنی. خب استادت اینو به عنوان یه توانمندی مینویسه، واقعا هم هست، مینویسه خانم فلانی یا آقای فلانی در عین حال که تو دوره دانشجویی پروژه خودش رو خیلی خوب هندل میکرد، تو تیم والیبال دانشگاه هم خیلی خوب بود، ورزشش رو داشت و فعالیت ورزشیش هم داشت و به نظر من یه فرد توانمنده، چون میتونه دو تا فعالیت متفاوت از هم رو همزمان هندل بکنه. این چی رو نشون میده؟ به اون استاد این تلاقی رو میکنه که اوه، این آقای فلانی، خانم فلانی یه فرد بسیار توانمندیه، یعنی اگه اومد اینجا من دو تا پروژه متفاوت بهش دادم، این از لحاظ منتلی این توانایی رو داره که دو تا پروژه رو هندل بکنه و این خیلی خوبه براش. دیدی چجوری بهش ایده دادی؟ قرار نیست که استادت همش بنویسه خانم فلانی آقای مهربونی بود، خیلی خوب میومد سر کار. اینا خیلی خوبه بچه‌ها، خیلی خوبه، نشون میده شما منظمی، منضبطی، آدم فعالی هستی، همینو خیلی خوبه. خب ولی گاهن جزئیاتی که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن، به خصوص اساتید ما تو ایران، و نمی‌نویسن اونا رو، برای خارج از کشور خیلی مهمه. خب من یه نمونه ریکامندیشن لتر خودمو براتون میگم. من زمانی که این ریکامندیشن لتر، بچا فقط برای پست داک نیستا، بچایی که برای دوره اپلا، برای دکترا اپلای میکنن، برای ارشد، برای فرصت، همه چی ازشون ریکامندیشن لتر رو میخوان، چون میخوان که یکی دو نفر شما رو معرفی کنن دیگه، که مثلا خیالشون راحت باشه که یه دو نفر شما رو تایید کردن. خب من زمانی که میخواستم برای دوره فرصت مطالعاتی بیام، خب دو تا از اساتیدی که زمانی که دانشجو دکترا بودم، دو تا از اساتید خودم، یه استاد راهنما، دو تا استاد راهنما من داشتم، استاد راهنمای اول و دومم برای من توصیه نامه نوشتن. خب مثلا دقیقاً هم توصیه نامه‌ای که برام نوشتن چه شکلی بود؟ به من گفتن خانم داوودی برو از تو اینترنت یه توصیه نامه بگیر، متنو برام بفرست، ما همون روی فرمت چیز نامه رسمی دانشگاه میزنیم، پایینش رو مهر امضا میزنیم و همون رو برات، همون رو اسکن بکن و بفرست. من هم همین کارو کردم دیگه، چون که نمیدونستم که روال چه شکلیه. بعد دوره فرصتمو که تموم کردم، خب بعد از اینکه اسمم دوره فرصت شد، به من یه سرتیفیکیت دادن به اضافه ریکامندیشن لتری که استاد دوره فرصتم برام نوشت. باورتون نمیشه اون ریکامندیشن لتر چجوری نوشته شده بود. در دو صفحه با ریزترین جزئیات، باورتون نمیشه چه جزئیاتی. یعنی من خودم وقتی داشتم خط به خطش رو میخوندم، داشتم فکر میکردم که واقعا اینا به چه چیزهایی در من دقت کردن و اینها رو به عنوان یه پوان مثبت توی اون نوشتن. مثلا خب میدونید من دوره فرصتم رو توی مؤسسه تجاری خیلی معروفی توی ژاپن گذروندم و
خب روزای اولی که رفته بودم کلا تو کمپانی ها خیلی فرق میکنه با محیط های آکادمیک دانشگاهی و تجربه کمپانی من تجربه فوق العاده ای بود. یه چیز خیلی برام جالب بود این بود که خب ژاپنیا خب میدونید زبان انگلیسی زبان اولشون نیست، زبان دومشون به حساب میاد دیگه، اما خب تو محیط آکادمی طبیعتا زبان انگلیسی هست و تو کمپانی ها تو کمپانی های معروف شما زبان انگلیسی اوکیه، ولی اونی که خیلی معروف نباشن خب همه نمیتونن انگلیسی حرف بزنن، فقط ساینتیست ها ریسرچر هاشون میتونن انگلیسی صحبت بکنن و خب هرچی کارمند های معمولی نمیتونن. خب ما یه تایم ناهاری داشتیم، خب اوایل مثلا وقتی من رفت دادم چون یه خارجی بودم خب خیلی طبیعتا افراد با من تایم ناهارشون رو نمیگذروندن، مثلا نهایتا یکی دو تا از دوستای نزدیکم. رفته رفته من دیده بودم افرادی که میان مثلا همراه من ناهار بخورن تو تایم ناهارم خیلی افراد روز به روز بیشتر میشد. برام خیلی جالب بود، ذهنیت من این بود که مثلا من چون حالا مثلا خارجی ام یا من چون کلا آدم گرمی هستم ارتباط خوب برقرار میکنم، این یک ویژگی شخصیتی در من. فکر میکردم شاید به این خاطره که مثلا افراد میان و دوست دارن که با من تایمشون رو بگذرونن. بعدن تو رکمندیشن لتری که اون سوپروایزر من برای من نوشت، میدونی دلیلش چی بود؟ نوشت من زمانی که نگین تصمیم گرفت که بیاد اینجا دوری فرصت رو بگذرونه من خیلی نگران بودم، به این خاطر که ما انگلیسی زبان دوممون هست و چون ژاپنی ها یه مقدار آدم هایی هستن که تو معاشرت آدم های سردی هستن، من همش نگران بودم که به نگین سخت بگذره. اما در کمال تعجب دیدم که نگین اینجا دوستای بسیار زیادی پیدا کرد و دوستایی که ارتباطات احساسی و عاطفی اصلا بینشون به وجود اومد، به گونه ای که روز آخر خیلی هاشون گریه میکردن برای اینکه نگین داشت میرفت و واقعا هم همینطور بود. و باورتون نمیشه من هنوز همین دوستی ها رو دارم که برای بار دوم اومدم ژاپن، به ارتباطات نزدیک هنوز هم میبینمشون، با هم بیرون میریم و خب تایم های استراحتمون رو خیلی با هم میگذرونیم، سفر میریم و این دوستی ها اصلا ادامه دار شده. یعنی بعد از فرصت من اونا اومدن ایران و یه دوستی های ثابت تو زندگی من شده. اما میخوام اینو بهتون بگم، اون تیکه ریکمندیشن لتری که اون سوپروایزر برای من نوشت، دلیل اون میدونید چی بود؟ نوشت نگین روز اولی که اومد توانایی زبان انگلیسی نگین انقدر بالا بود که خیلی از افرادی که اینجا بودن فکر میکردن که نگین نیتیو انگلیسی زبانه و تو نگاه اول دلیلشون برای ارتباط گرفتن با نگین تقویت زبان انگلیسیشون بود. به همین خاطر تایم یک ساعت ناهارشون رو دوست داشتن با نگین باشن برای اینکه مجبور بشن به زبان انگلیسی باهاش حرف بزنن و نگین وسیله بشه برای اینکه زبان انگلیسیشون تقویت بکنن. همین باعث شد که ما ژورنال کلاب های گذاشتیم به زبان انگلیسی توی مؤسسه، نه تنها ژورنال کلاب هایی که حالا تخصصی بود و مربوط به حوزه کاری ما بود، ژورنال کلاب های غیر تخصصی که مثلا مباحث کلی بود، مثلا مباحث روتین، مثلا درباره غذا، ملیت آدم ها، سفر، هر چیزی، و تو اون ژورنال کلاب ما به زبان انگلیسی حرف می زدیم و تو اون تایم افرادی که دوست داشتن می اومدن و ترغیب می شدن که زبان انگلیسی حرف بزنن و این یک پوان مثبتی نه تنها برای من بود، بلکه یه ویژگی بود که من اصلا فکر نمی‌کردم که اونها توش اینقدر بهش دقت بکنن و تو ریکامندیشن لتر من به این جزئیات توجه بکنن. و همه اینها رو به زبان انگلیسی سوپروایزر من نوشت. حالا این یه تیکهش بود. مثلا یه تیکه دیگهش نوشته بود که مثلا این خانم خب روتین ژاپنی‌ها اینه که ساعت کارش از ساعت 9 نیم صبح شروع میشه، ولی خیلیشون مثلا ساعت 8 صبح سر کارن و نگین در کمال ناباوری در صورتی اصلا بایدی وجود نداشت، مثل ژاپنی‌ها ساعت 7 تا 8 سر کار بود و کارش شروع میکرد. همین ها چیزای ریزی بود که توی اون ریکمندیشن لتر بهش اشاره کرد و میتونید توجه کنید، میتونید فکر بکنید که چقدر این ریکمندیشن لتر ها برای مقاطع بعدی به درد من خورده، برای پوزیشن کاری که اپلای میکنم. چرا؟ چون غیر از اینکه حالا اون سوپروایزری که من باش کار میکردم آدم بسیار بسیار معروفی تو حوزه کاری من هست و برای من باعث افتخاری که اون آدم اسمش تو رزومه کاری منه، غیر از اون فردی که بعداً میخوام باش کار بکنم نگاه میکنه میگه اوه آدم فلانی، آدم دکتر فلانی تو فلان مؤسسه این خانم رو تایید کرده، پس وقتی ایشون این خانم رو تایید کرده یه فیدبک مثبتی از من بهش میده که پس این آدم قابل تحسینه، قابل اعتماده و من میتونم بهش راحت اعتماد کنم. اگه اون هم میومد یه نسخه اینترنتی آماده میکرد میگفت خب
اینم یه نسخه اینترنتی ازش نوشته، چون خیلی وقتا خیلی راحت اساتید تشخیص میدن که شما واقعا یه نسخه اینترنتی برای شما نوشته شده، یعنی اون متن از اینترنت گرفته شده یا واقعا بر اساس توانمندی های شما نوشته شده. به خاطر همینی که بچه‌ها میگم توصیه نامه هاتون اولین که از استادتون بخواید واقعا وقت بذارن براتون بنویسن و از نسخه های اینترنتی کپی نکنن و واقعا به جزئیات شما، توانمندی های شما رو با جزئیات بنویسن. گاهن توانمندی هایی که خیلی وقتا از لحاظ ما ممکنه به چشم نیاد، جاهای دیگه دنیا ممکنه خیلی فیدبک های مثبتی بده و خیلی وقتا پوزیشن های خیلی خوبی براتون یا مسیر های خیلی خوبی رو براتون باز بکنه برای اینکه آینده خودتون رو بسازید. خب مدارک گفتم براتون، ریکمندیشن لتر ها رو گفتم، کاور لتر رو گفتم، رزومه رو هم گفتم که چه چیزی تفاوت داره. جزئیات رزومه رو اینجا نگفتم چون خیلی طولانیه و باید بلد باشید. اگر گفتم بلد نیستید باید یه دوره بگذرونید و یاد بگیرید که چجوری بر رزومه بنویسید. البته تو دوره پست قرار نیست که ما بهتون یاد بدیم چجوری رزومه بنویسید. قرار یاد بدیم که شما چجوری باید اپلای بکنید و چه فاکتورهایی برای پست داک مهمه. فرض بر این که شما به عنوان یه فرد آکادمیک بلدی چجوری رزومه رو بنویسی. ولی بازم میگم اگه بلد نیستی لطفاً دوره بگذرون و یاد بگیر. خب نکته بعد این که من چجوری برای پستاک اپلای کنم، از کجا اصلا پستاکا رو پیدا کنم. بچه سه تا راه داری برای این که برای پستاک پوزیشن پیدا کنی. یکی این که خب بری توی این وبسایت هایی که اینجا گذاشتم یه اکانت درست کنی و پوزیشن های پستاک رو از اونجاها ببینی و براش اپلای کنی، مرتبط با رشته خودت، اصلا کار سختی هم نیست. اینجا لینک ها یا آدرس در واقع لینک های پست های سایت های مختلف رو براتون گذاشتم که برید داخلش یه اکانت برای خودتون بسازید. خیلی هاشون آپلود رزومه هم داره، رزومتون هم اونجا آپلود میکنید و فیلتر داره. میتونید تو قسمت فیلتر مقطعی که میخواید پست ها رو انتخاب بکنید، رشتهتون رو وارد بکنید و از اون به بعد اگر کشور خاصی مد نظرت همون کشور رو وارد کن، اگه نه هر جای فرقی نمیکنه خب کلی بزن all countries رو انتخاب بکن که پوزیشن های پستاک برای شما میاد به آدرس ایمیلت میاد. هر روز هر جایی که مرتبط بود با شما، رزومه شما، تخصص شما، دوست داشتی براش مدارک تو میفرستی، خیلی راحت. ولی اینجا بچه ها پوزیشن ها اپلای میشه. یعنی چی؟ یعنی اطلاع رسانی هایی که توی این سایت ها قرار میگیره. خب فرقش چیه بچه ها؟ کامپتیتیوه، فقط شما نمیبینی، همه جای دنیا میبینن. یعنی شمایی که توی ایران هستی با اون کسی که تو سوئیس دکترا گرفته، اونی که تو آمریکا گرفته، اونی که تو ژاپن گرفته، همه تو این سایت هستن و همشون اپلای میکنن برای اون پوزیشنی که شما اپلای کردی و تعداد این افراد زیاده. پس ناخودآگاه میره تو چرخه رقابت و هر چه قدر رزومه شما، توانمندی های شما بهتر و بالاتر باشه، شانس شما هم بیشتره برای انتخاب شدن. درست شد؟ دو تا سایت که خیلی پیشنهاد میدم، همشون خیلی خوبن. خب لینکدین حتما داشته باش. ببین میگم حتما یعنی 100%. توییتر رو حتما حتما داشته باش. ریسرچ گیت رو حتما داشته باش. این سه تا خیلی مهمه، خیلی بچه‌ها. لینکدین یه ذره لوس شده به خاطر اینکه همه توش هستن، یعنی یه کمی از حالت آکادمیک در اومده ولی بازم کارایی داره. اصلا تو قسمت جابز داره، یعنی تو قسمت جابز شما پستاک رو انتخاب میکنید چون میگن پوزیشن شغلیه براتون میاد تو هر کشوری. ریسرچ گیت پوزیشن جاب داره، پستاک رو وارد میکنی برات میاد. غیر از اون کاملا آکادمیکه، اساتید هستن، دانشگاهی ها هستن، دانشجو ها هستن، ریسرچر ها هستن. ببین ریسرچ گیت، گیت یعنی دروازه، دروازه تحقیقه، یعنی اصلا یه فضایی که فقط برای کار تحقیقاتی و پژوهشیه، یه دروازه است برای اینکه وارد بشی به دنیای ریسرچ. هر چی سوال داری میتونی بپرسی، مقالات رو آپلود بکنی، یه صفحه تخصصی داشته باشی، عالیه اینا. خب ارتباط بگیر با اینا، اصلا ضرر نمیکنی. توییتر این دوتا رو میگه هیچی، یعنی عالی ترینه. حتما یه اکانت توییتر داشته باش. چرا بچه‌ها؟ بچه‌ها اینو بهتون میگم 100% توجه کنید. هر استادی که میخواد پستاک ورداره، استخدام پستاک داشته باشه، اول قبل از اینکه دانشگاه اطلاع رسانی بکنه میاد میره تو صفحه توییتر خودش مینویسه، میگه خانم یا آقا من یه دونه پستاک میخوام هایر کنم، استخدام کنم تو این حوزه، هر کی میخواد دایرکت برام پیام بده. بارها و بارها تو توییتر دیدم، بارها و بارها.
هر مقاله‌ای که چاپ میکنه، تیم خودش، دفاع بچه هاش رو. آدم های قوی من توییتر دیدم بچه ها. توییتر رو اصلا دست کم نگیرید. میدونم توی ایران فیلتره، اصلا بخش جابز توی ریسرچ گیت هم فیلتره، توی توییتر هم فیلتره، ولی لطفا هر دوتا رو داشته باشید، اکانت بسازید و دنبالش کنید. آدم های مهم رشته خودتون پیدا کنید. پیدا کردنشون هم سخت نیست، خیلیاتون میشناسید از رو مقالات. بچه هایی که دارید تو حوزه کاری خودتون کار میکنید، میدونید متخصصای رشته شما کجان، تو کدوم کشوران، چه آدم هایی هستن. پیداشون کنید از اینجا، اکانت هاشون رو فالوشون کنید، کاراشون رو، و به راحتی میتونید باشون ارتباط بگیرید. این خیلی مهمه بچه ها. من استادی که تو دوره فرصت مطالعاتی باش کار کردم، سوپروایزری که اینجا الان باش کار کردم، همین آدم ها رو سالها دنبال کردم. اینجور نبوده که هرچه پیش آید خوش آید. من این آدم ها رو سالها دنبال کردم، کاراشون رو، و به وقتش رفتم سراغشون برای اینکه بخوام باشون کار کنم. برای این خیلی مهمه. اگر دوست دارید با آدم های خاصی کار کنید، آدم های گنده ای که اسمشون به شما اعتبار میده، برید پیداشون کنید تو این صفحه ها، فالوشون کنید، کاراشون و مقاله هاشون رو وقت بذارید و کارتون و پروژه هاتون رو به سمت کاراشون پیش ببرید. برای همین ها فکر بکنید و برنامه ریزی، و مطمئن باشید که ازش ضرر نمی کنید. خب اما یه سری از این پوزیشن های اسکالرشیپ هایی هستن که بچه حالت ملی داره. خب یعنی چی؟ یعنی ببین یه سری سایت ها و پوزیشن ها اینجا هست که اینا میری تو چرخه رقابت. خب تو همه از همه جای دنیا برای پوزیشنی که مثلا تو ایندید میاد اطلاع رسانی میشه، 50 نفر اپلای میکنن. مثلا اونی که تو آکادمیکس هست، تو لینکدین میاد، کلی آدم اپلای میکنه. مثلا وقتی لینکدین میاد بالاش نوشته مثلا 20 تا اپلیکنت تا حالا اپلای کرده براش. خب میبینی چند نفر اپلای کردن و چون کامپتیتیوه، چون پوزیشن شغلیه و افراد زیادی اپلای میکنن، بنابراین فقط شما نیستی. خب از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، رزومه های مختلف، فیدبک های مختلف میاد اپلای میکنه، پس میری تو پروسه رقابت. اما یه فرق کوچولوی با اینا داره. این چارتایی که اینجا گذاشتم به اضافه یه سری دیگه از پستاکایی که حالا من خیلی شاید نشستم همه پستاکایی که گرانت های ملی هستن، هر کشوری بچه ها یه گرانت های ملی داره برای پستاک. خب پستاکایی که معمولا برای افرادی هستن که یک لول بالاتر باشن. یعنی چی؟ یعنی تجربه هاشون، سی وی هاشون قوی تر باشه. در این حال پرداختی های بسیار بسیار بالایی دارن، یعنی بالاترین نرخ پرداختی پستاک رو اینا دارن در همه جای دنیا. فول رقابتی هن. یعنی اصلا نمیتونیم بگم چقدر از پوزیشن های صفحه قبلی رقابتی تره، و هرچی رزومت قوی تر باشه شانست اینجاها بیشتره. اما یه ویژگی دیگه هم داره، برای اینا باید طرح تحقیقاتی بنویسی، طرح داشته باشی، خودت، کسی بهت طرح نمیده. تو اینا پروژه ها معمولا مشخص شده است. مثلا استاد مثلا این پوزیشنی که اینجا اطلاع رسانی شده، میگه مثلا من یک دونه پستاک میخوام که تو حوزه مثلا پلانت ساینس تو این پروژه با من همکاری کنه. پروژه مشخص شده هست، تعداد پستاکی که مشخص شده هست، استادی که باش کار میکنی مشخص شده هست، دانشگاه همه چی مشخص شده است، حقوق مشخص شده است، ولی اینجا گرانت شما ملیه، پولت رو دولت بهت میده، بالاترین نرخ پرداختی رو داره، هم به طرح تحقیقاتی تو و هم هزینه های زندگی تو. نکته سومی که پروپوزالی باید بنویسی که تو اولویت اون ملیت باشه. ماری کوری مال اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا اون طرحی رو تصویب میکنه که برای اروپا تو اولویت باشه. دد مال آلمانه، نووا مال لهستانه، جی اس پی اس مال ژاپنه. اینا میان طرحهای تحقیقاتی رو تصویب میکنن که تو اولویت باشه براشون. یعنی براشون چجوری بگم، یک مزیت، منفعت خوبی داشته باشه، چون کل آدم برای اینا اپلای میکنه و خیلی رقابتیه بچه ها. نکته مهمتری که معمولا اینا محدودیت سنی ندارن. چون محدودیت سنی ندارن، خیلی خیلی از اساتید من و شما که تو ایران هستند، متاسفانه با وجودی که هیئت علمی هم هستن، توی اینا اپلای میکنن. شاید خیلیاتون ندونید، ولی الان بدونید که اینا محدودیت سنی ندارن و خیلی از اساتید اپلای میکنن و خیلی راحت، چون هیئت علمی هستن، مرخصی در واقع کاری میگیرن. حالا چه حقوقشون هم قطع بشه مسئله نیست، پوزیشن کاریشون تو ایران حفظ میشه و چون که رزومه خیلی خوبی دارن به هر حال، چون مقالات خیلی خوبی چاپ کردن، رزومه هاشون خوبه و میتونن به راحتی اینجا
شرکت بکنن و همین خاطر شانسشون بالاست. اما در مجموع میخوام بهت بگم که تو هم میتونی اپلای کنی برای اینا و شانست هم بالاست، نگران نباش اصلا. فقط باید رزومه قوی داشته باشی و طرح رقیقاتی خیلی خوب. این خیلی کمک میکنه به اینکه اینجاها شانس داشته باشی برای پذیرش گرفتن، چون باید پروپوزال بنویسی و رزومه عالی داشته باشی چون خیلی رقابتیه. اما اینجا گذاشتم که آشنایی داشته باشی، برای اینکه خیلی وقتا مثلا برای استاد ایمیل میزنی میگی خانم یا آقا من گرانت ندارم، ولی بیا با هم یه پروپوزال بنویسیم برای ماریکوری اقدام کن، برای مثلا JSPS اقدام کنیم با هم. خب و بعد اونی بر اساس رزومه شما انتخاب میشه. رزومه استاد کاری ندن، گرچه که رزومه استاد هم مهمه، چون استاد هم باید از لحاظ رزومه کالج آدم قوی باشه که بتونه از این بورس ها استفاده کنه. خب مثلا یک هر استادی نمیتونه برای اینو اپلای بکنه همراه با شما، خب حتما باید یه استاد، یعنی شما به تنهایی برای اینا نمیتونی اپلای بکنی، باید از یه پذیرش از یک استادی داشته باشی. با اون استاد پروپوزال شما رو میخونه، میگه من از پروپوزال تو خوشم اومد، بیا با هم برای فلانجا اپلای کنیم، خب که بریم مثلا تو آزمایشگاه اون استاد به عنوان ایندیپندنت ریسرچر فعالیت بکنی. و این خیلی مهمه. اما اعتباری که اینا دارن خیلی قویه بچه ها، خیلی اعتبار میده به کار شما، به رزومه شما. معمولا دوره هاشون 3-4 ساله هست، گرانت های خیلی عالی دولتی هستن، طرحهای شما البته به اون به همون میزان طرح شما هم باید طرح قوی باشه و تو اولویت انتخاب باشه. خب بریم سراغ این که دیگه پوزیشن ها رو از کجا پیدا کنم. از اینجاها میتونی همونطوری که گفتم ریسرچ گیت و لینکدین و توییتر و همه اینها، یا از مقالات مثل اینجا مقالات رو براتون گذاشتم، این یه نمونه مقاله است. حالا هر فیل بچه ها میدونن معمولا اسامی اساتید اینجا نوشته شده، افیلیشن هاشون نوشته شده بر اساس اینکه سمتشون چیه، کدوم دانشگاه هستن، آدرس ایمیلشون رو از اینجا گیر میارید و از صفحهشون تو دانشگاه براشون ایمیل میزنید و علاقمندی خودتون رو نشون میدید. بچه ها اگر مستقیما با استاد ارتباط برقرار کنید خیلی راحته برای پذیرش گرفتن، چون استاد نگاه میکنه اگه گرانت داشته باشه و از تو خوشش بیاد به تو گرانت میده و میگه مثلا پاشو بیا، خیلی راحت تره. ولی اگه گرانت نداشته باشه میگه که بیا مثلا تو فلان پوزیشن شرکت بکن، اونجوری دیگه میری تو چرخه رقابت و هر چقدر آدم قوی تری باشی شانس بالاتری هم داری. اما خب وقتی تو پوزیشن ها میری تو رقابت که میری انتخاب که بشی، طبیعتاً رزومت هم یکی دو لول میاد بالاتر دیگه، چون این بورسیه هایی که انتخاب میشید براشون از طرف دولت یا از طرف مثلا فضاهای آکادمیک بورسیه های بسیار خاصی هستن. خب متن ایمیلی که باید بنویسیم چیه؟ متن ایمیلتون لطفاً خیلی مؤدبانه بنویسید، خیلی کوتاه بنویسید، اشتباه نگارشی نداشته باشید. اون قسمت دیر که نوشید مثل کاور لتر اسم استاد رو بنویسید لطفاً، یه پروفسور کلی ننویسید، اسمش رو کامل بنویسید، این خیلی احترامه. و خیلی طولانی ننویس، قرار نیست رزومت رو اینجا بنویسی من فلان چی بلدم فلان چی بلدم، نه یه کوچولو درباره خودت بنویس، کاور لتر و رزومت رو اتچ کن براش، اگه خوشش اومد جواب شما رو میده، اگه جواب نداد یک بار دو بار دیگه ریمایندر بزن، اگه دیگه جواب نداد که کلا بیخیال شو. نکته بعد این که لطفاً همزمان برای چند تا استاد توی دپارتمان ایمیل نزن. خب چون بچه‌ها همین اساتید با هم در ارتباطن، میتینگ‌های هفتگی دارن، همه با هم میدونن چی به چیه. لطفاً ننه برای همه‌شون همزمان ایمیل ندید. از یه استاد خوشت اومده براش ایمیل بده. اگه جواب نداد یک هفته، دو هفته، سه هفته وایس تا اگه جواب نداد ریمایندر بزن. اگه دیدی باز جواب نداد برای یه استاد دیگه از همون دپارتمان ایمیل بزن. همزمان برای همه‌شون نزن. این اصلا وجهه خوبی نداره. خب این کار اصلا درست نیست از لحاظ اخلاقی هم. خب حالا فکر کنید که ما همین کار رو کردیم و حالا یا با استاد فرستادی اوکی داد بهت، یا تو پوزیشن ها انتخاب شدی، میری تو مرحله اینترویو. اینترویو خیلی مرحله حساسیه بچه ها، چون شما در واقع رو مرحله هستی که باید خودتو خیلی خوب پرزنت بکنی، یعنی اینکه 50% راه رو رفتی 50% دیگه مونده. پس خیلی مهمه که بتونی به قول معروف قاپ اون فرد و اون تیم و اون استاد رو بدزدی که بتونه بهت پذیرش رو بده. خب من چیکار کنم تو اینترویو که چه چیزهای مهمه؟ چند تا فاکتور بهت میگم خیلی مهمه. اول اینکه لطفاً لطفاً اعتماد به نفس داشته باش. ما ایرانی‌ها تو اعتماد به نفس خیلی ضعیفیم، ولی لطفاً داشته باش.
قبول کن آدمی هستی که درس خوندی، 10 سال، 12 سال، 13 سال تو دانشگاه درس خوندی، یک فرد آکادمیک هستی، کلی تجربه داری. درسته ما تو امکاناتمون تو ایران ضعیفه، درسته که سخته، همه اینا رو میدونم، ولی برای خودت ارزش قائل باشه. تو وقت گذاشتی، کلی درس خوندی. اینجوری هم نیست که ما خیلی داغون باشیم. شاید امکانات عملیمون ضعیف باشه، ولی امکانات علمیمون ضعیف نیست. بچه‌ها، ما ایرانی ها اطلاعات تئوری خیلی خوبی داریم، اما اطلاعات عملیمون ضعیفه. چرا؟ چون از لحاظ امکانات آزمایشگاهی یا مثلا تو فاز صنعتی ضعیفیم، چون امکانات نداشتیم که یاد بگیریم. ولی این به این معنا نیست که نمیتونیم یاد بگیریم یا مثلا تواناییش رو نداریم. نه، شرایط برامون فراهم نبوده. این به این معنی نیست که ما تو تواناییش رو نداریم. پس لطفاً اعتماد به نفس داشته باش، این خیلی مهمه. خب بتونی خوب اعتماد به نفس تو حفظ کنی، صحبت کردن تو استرس نداشته باش. حتی اگه استرس داری سعی کن خیلی نشونش ندی. خب همه استرس داریم، چون به هر حال یک موقعیتیه که تو داری میری مصاحبه کاریه برات و شروع مسیر آینده زندگی توه، به خصوص وقتی حالت اینترنشنال داره. پس باید تلاش کنی که خیلی خوب خودتو پرزنت بکنی، اعتماد به نفس داشته باش، ولی نه اینکه دیگه انقدر کاذبم باشه که کلی اغراق بکنی، من فلان کارو کردم، در حالی که نکردی اون کارا رو. اینجور نباشه. هر کاری که کردی رو در این صحت، صداقتت، با روی خوش و با اعتماد به نفس کامل در مورد صحبت میکنی. خب چیزایی که از شما میپرسن چیه؟ ببین بچه ها، تایم اینترویو شما نهایتا 10 تا 15 دقیقه است. خب ازت نمیخوان 1 ساعت حرف بزنی، معمولا 10 تا 15 دقیقه است. خیلی بهت بخوان برات مهم باشه، بهت میگن مثلا در حد 5 دقیقه بیا یه پرزنتیشن از کل کارهای تحقیقاتیت آماده کن. فکر کن 10 سال کار کردی تو دانشگاه ها و در حد 5 دقیقه بگی. پس خیلی باید تیتروار تمام کاری که کردی. یا مثلا خیلی وقتا بچه ها، من خودم این شکلی هم، مقالاتی که چاپ کردم، چون هر مقاله مال یه پروژه بوده، مال یه کار تحقیقاتی من بوده، خود مقاله ها نشون میده، از طرفی نشون میده من تو چه ژورنال های مقاله چاپ کردم. خب همونا رو در مورد همونا توضیحات کوتاه میدم. اینجوری هم تر همونشون دادم، هم جایی که مقاله چاپ کردم، هم در موردش به انگلیسی صحبت میکنم و فرد با من آشنا میشه بیشتر. نکته که خیلی مهمه بچه ها، فرد میخواد غیر از اینکه با توانایی های شما آشنا میشه و با سابقه پژوهشی و آکادمیک شما، توانایی زبان انگلیسی شما رو هم ببینه. این خیلی مهمه بچه ها. 90% اینترویو ها برای همینه. ببینی تو اصلا میتونی انگلیسی حرف بزنی یا نه. ما تو رزومه نوشتن ممکنه خیلی چیزا رو بنویسیم، خب، ولی اینکه آیا توی صحبت کردن هم بتونیم به همون مقدار قوی باشیم مهمه. چرا؟ چون تو دوره پست‌های فقط این نیست که شما بری مثلا مثل یه دانشجو بری کار کنی و پروژه تموم کنی. یعنی تو دوره دانشجو شما هستی و استاد، ولی تو دوره پست‌داک تو هستی با کل دانشجو، با یه سوپروایزری که ازت کار میخواد و تو انگار کارفرمای توه. خب براش میری بهش میگی آقای دکتر مثلا ماهانه، هفتگی میتینگ داری باهاش، هم پروژه خودتو پیش میبری، هم میای پروژه دانشجوها رو پیش میبری، هم باید تدریس داشته باشی، باید آدم توانمندی تو چند تا حوزه باشی. خب اینو میخواد ببینه در تو همون اینترویو میخواد ببینه و تو چجوری نشون میدی با همون توانایی صحبت کردنت، پرزنت کردن کارات، مدیریت کردن زمانت. وقتی بهت میگه 5 دقیقه مثلا، آخ ببخشید مثلا نشد، کارهای من خیلی زیاده، تو 5 دقیقه نمیشه، مثلا یه رو به کامل بگی، این اصلا درست نیست. خب تو 5 دقیقه مختصر مفید باید کاراتو بگی. قبلش البته باشون هماهنگ میکنی، نه اینکه همه 5 دقیقه باشه. یه وقتی ممکنه اینترویو 2 ساعته باشه، طرف بگه مثلا نیم ساعت. من خودم اینترویوی داشتم که مثلا 1 ساعت بوده فقط با استاد بوده و مثلا نیم ساعت گفته فقط تو حرف بزن. میدونی چی میگم؟ و یه اینترویوی داشتم که انقدر دوستانه بوده که من و استاد 1 ساعت و نیم فقط حرف زدیم. فقط هم از مثلا از کار نبوده، از همه جا بوده، از غذا بوده، از تجربه سفرمون بوده، همه چی بوده، حالا یه تیکش هم مثلا کارمون بوده. میدونی چی میگم؟ ولی خب مثلا اینترویو خیلی رسمی هم داشتم که مثلا یه تیمی جلوی من نشسته بود، یه تیمی 5 نفره که از هیومن ریسورس هم بودن، از مثلا سوپروایزر بوده، از بقیه مثلا تیم بودن، منشی گروه بوده، 5-6 نفر و هر کی بعد ارائه من سوال پرسیده. بنابراین این خیلی مهمه که اول اعتماد به نفس داشته باشی، دومی که صداقت داشته باش در مورد کارهایی که داری حرف میزنی در موردش، سوم مدیریت زمان داشته باش، تمام چیزهایی رو که کار کردی رو بتونی مختصر و مفید در موردش اطلاعات کامل بدی و بعد سوالاتی که ازت در مورد پروژه میپرسن در این صداقت جواب بدی. اگه یه بخش از پروژه کار نکردی بگو من کار نکردم ولی دوست دارم که مثلا تو این حوزه کار کنم و تجربه کسب کنم.
نگو مثلا آره کار کردم، در حالی که کار نکردی بعد بگی خب حالا یا میرم اونجا یاد میگیرم دیگه، همچین اتفاقی نمیفته. چون روح تو خیلی حساب باز میکنه، روح تو خیلی زومه. خب پس این خیلی برات مهمه. نکته بعدی بچه ها که فکر میکنم اسلاید آخر باید باشه، بله. خب چرا ما با پوستاک بگذرونیم؟ چون شما رو آماده میکنه برای کار مقاطع بعدی. میخوای بری توی صنعت، میخوای بری تو آکادمیک، هر جایی بخواد بری، پوستاک اولین قدمه. دوره استادای من و تو کسی خیلی باب نبود پوستاک بگذرونه، به خاطر اینکه همه دکترا میگرفتن، انقدر دکترا زیاد نبود، سری میرفتن فکولتی ممبر میشدن دیگه، هیئت علمی میشدن. خیلی از اساتید من و شما اصلا پوستاک نگذرونن، بلافاصله اصلا دوره دکتراهاشون خیلی هاشون بورس دولت بودن و میرفتن کشورهای مختلف دکترا میگرفتن و برمیگشتن ایران، هیئت علمی بودن، از اول کارشون مشخص شده بود. اما الان در حال حاضر این شکلی نیست، نه فقط تو ایران، همه جای دنیا همینه. و حتما باید یک تا دو دوره پوستاک گذرونده باشی. و وقتی پوستاکات هر چقدر قهارتر باشه، قوی تر باشی، با گروه های قوی کار کرده باشی، مقالات خوب داده باشی، نوع پوستاکات عالی باشه، مثل اون بورس هایی که گفتم، اینقدر تو رو قوی میکنه که راحت پوزیشن هایی که میخوای، پوزیشن های دائمی که براش اپلای میکنی، پوزیشن های عالیه. خب یعنی خیلی تو رو قوی میکنه برای اینکه یه جایی تو رو به راحتی استخدام بکنن با حقوقای خیلی خوب، در حالی که بچه‌ها حقوقای پستاک هم حقوقای بدی نیست. اینم بهتون بگم که حقوقایی که معمولا برای پستاک داره میشه، حداقل از ماهی 2500 دلار یا یورو شروع میشه، از همه جای دنیا خب به بالا هست. حالا مثلا تو بعضی کشورها خیلی بیشتره چون هزینه های زندگی بالاتره، ولی حداقلش از 2500 تا شروع میشه به بالا. و یه هزینه ای هست که واقعا حتی شما بتونید چه مجرد باشید چه متأهل، در حد اینکه مثلا دو تا دو نفر باشید، یعنی مثلا چون به هر حال خیلی از کسایی که میرن پوستاک معمولا تو رنج سنی 30 تا 35 سال هستن و افرادی هستن که معمولا متأهل هستن، حالا یک ممکنه همسر داشته باشن یا یک فرزند داشته باشن و میتونن با حقوق پوستاک خانواده رو هندل بکنن. برای با هزینه های زندگی نگران نباشید. به اضافه اینکه شما زمانی که میرید پوستاک، چون پروژه ها رو بیشتر میتونید بکنید، استاد خیلی به شما پروژه های اضافه تر میده، گرانت های اضافه تر میده. وقتی گرانت اپلای میکنید با استاد و گرانت میگیرید، حقوق بیشتری هم به شما پرداخت میکنه. بنابراین خیلی نگران، یعنی راحت تر بهتون بگم، نگران پرداخت و هزینه های زندگی نباشید. در این حال که چون پوزیشن شغلی هست، برای شما سابقه کار درج میشه. معمولا پروژه های پست دو تا سه ساله هست و میشه سابقه دو تا سه ساله همراه با بیمه توی اون کشور، هر کشوری که باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. و این برای شما یک سابقه کاری خیلی خوب به حساب میاد برای اینکه حالا هر جایی از دنیا بخواید اپلای بکنید برای کار، یا حتی برگردید ایران، هم برای شما یک سابقه کاری بسیار خوبی به حساب میاد. به اضافه اینکه دنیای تجربه اینترنشنال بهتون اضافه شده و شما رو قوی‌تر کرده تو حوزه کاری خودتون. این چیزهایی که تمام تجربه های من توی این سال هاست و اون چیزهایی که به نظر من مهمه برای یک پستاک، برای شما که میخواید اپلای بکنید. حالا بریم ببینیم که سوالات شما چیا هست. متشکرم. خواهش میکنم. متشکرم. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر. سلام، وقت شما بخیر. خوبی؟ شما خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. تشکر میکنم، خیلی مفید بود، تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم. برای سالایی که هست گفتم ببینم بحث تحریم ها آیا مانع میشه برای ارتباط این اساتید مثلا با ایران، با دانشجوی ایرانی، من سانکشن هایی که هست، مثلا من خودم دانشجوی دکترای مهندسی آب هستم، مثلا برای بعضی پروژه ها مثلا
ایمیل زدم به طرف مثلا استرالیایی بوده، مثلا قهرمان المپیک بوده برای یه کاری، بعد که فهمیده که مثلا ایرانی، گفته نه دیگه، نه نمیتونم به خاطر این سانکشن های چیز، نمیتونم با شما ارتباط کاری داشته باشم. گفتم اینم این یکی از سوالایی هست که گفتم بپرسم. یکی دیگه‌اش هم این بود که این برای بحث افراد متأهل، آیا برای اون خانواده کلا ویزا صادر میشه، مشکلی ایجاد نمیشه؟ یعنی مثلا من میتونم خانومم رو بیارم و اگه فرزند خانواده رو میشه آورد، یعنی ویزا میدن، اینا رو مشکلی نداره؟ بعد اکثر سوالایی که داشتم در حین ارائه شما خوشبختانه جواب دادید. بعد یه بحث دیگه هم بود، گفتم اینا آیا واقعا توی خارج اینقدر منتظر میشن برای کار و شغل؟ مثلا حالا ما تو ایران هی لیسانس خوندیم، گفتن وایسی درشد، درشد خوندیم گفتن دکترا، حالا دکترا دوست دکترا، حالا ببینیم پسا دکترا هم باید حتما بخونیم. بودم اینم چجوری، آیا مثلا اونا هم اینقدر جووناشون تا سن 40 سالگی و اینا مقتل چیز میدین یا نه؟ اینم یه تحصیل باشه. تیک اول سوالتون که گفتید که تحریم ها تأثیر داره، ببینید نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم آره، چون همه چی به سوپروایزر شما بستگی داره. برای یه نفر که دید علمی داره، ما قاعدتا اینه که ساینس دنیای علم محدود نیست، یعنی درستش اینه که از لحاظ اخلاقی کسی شما رو محدود نکنه به خاطر ملیتت و به خاطر حالا تحریم های سیاسی که وجود داشتن، اصلا به ما ارتباطی نداره. یعنی ما هممون ساینتیست هستیم تو حوزه های مختلف و فقط میخوایم تو حوزه علم فعالیت بکنیم، به همین خاطر خیلی مرتبط به ما نمیشه. درستش این از لحاظ اخلاقی، ولی خب به هر حال همه جای دنیا افراد با پس‌زمینه های ذهنی مختلف هستند. و مثال میگم برای شما، ما حتی توی خود ژاپن، خب تجربه من مثلا با تمام کسایی که کار کردم توی این مدت، آدم‌های بسیار بسیار خوبی بوده. و یکی از دلایلی که من بعد از اینکه دوره فرصتم رو تموم کردم و چون اون 6 ماه اینقدر ارتباط خوبی با هم گرفتیم و من سعی کردم ایران رو خیلی قشنگ براشون پرزنت بکنم که اون فیدبک منفی ذهنیشون از بین بره، بعد از 6 ماه بعدی که من برگشتم ایران، خودشون علاقه‌مند بودن به اینکه بیان ایران رو ببینن، علارغم اینکه باور کنید اون ترس بود درشون که وقتی میخواستن بیان، خیلی از دوستانشون بهشون گفتن شما دارید میرید ایران مثلا خطرناکه، یک تصور ذهنی منفی داشتن. ولی وقتی اومدن مثلا اون زیبایی های ما رو دیدن و در این حال که من تلاش کردم خیلی بهشون خوش بگذره، اون 10 روزی که ایران بودن براشون لذت بخش بود. طبیعتا وقتی برمیگردن اینجا خیلی فیدبک مثبت به همه میدن. یه سری آدم ها، یه سری از اساتید ممکن اصلا براشون مهم نباشه، ولی برای یه سری از اساتید چرا مهم هست؟ مثل این حالتی که شما گفتید، ایمیل میزنید مثلا استاد میگه که نه من مثلا دوست ندارم که مثلا با یه ایرانی کار بکنم، و این محدودیت وجود داره. و حتی اینم براتون بگم، مثلا اون استادی که من باش کار کردم، چون مراودات خیلی زیادی با آمریکا دارن، از زمانی که رفته بود ایران، سفر به ایران داشت و برگشت ژاپن، دفعات بعدی که میخواست برای سفرهای کاری بره آمریکا، همیشه توی سفارت آمریکا این مسئله براشون سوال بود که شما چرا به ایران رفتی؟ یعنی یکی از اون همیشه میخندید، میگفت من یه ساینتیستم و مثلا قرار نیست که این چیزی بود که خودش به من گفت، یعنی این چیزی نیست که منو محدود بکنه، من برای تفریح به ایران رفتم، نه برای هیچ کار دیگه ای. میخوام بگم متاسفانه هست، نمیتونیم بگیم نیست اصلا، خب، ولی احساس من اینه که تعداد این افراد خیلی زیاد نیست که فکر کنید خیلی براتون محدودیت ایجاد میکنه. چون واقعیت بگم بچه ها، اگر ببینن که شما آدم قوی هستی، خوب کار کردید، مقاله های خوبی چاپ کردید، به هیچ عنوان بهتون به راحتی شما رو پس نمیزنن. اونا دنبال این نیستن که بیشتر از این ایرانی بودنتون، توانمندی هاتون به چشمشون میاد. برای مثال میگم، تجربه خودم رو میگم، من زمانی که براشون ایمیل فرستادم، مثلا حتی همین بورسیه که از اینجا اومده بودم،
فاکتور اولی که برای سوپروایزر من مهم بود گفت نگین اون دو تا لینک مقاله هامو برام فرستا، گفت این دو تا مقاله فول تکستش رو برای من بفرست، من میخوام ببینم این مقالات چی بوده. خب ببین براش مهم بوده بیشتر از اینکه ایرانی بودن من براش مهم باشه، این قضیه کار پژوهشی من، کار تحقیقاتی من براش مهم بود. میدونی چی میگم؟ ولی خب گاهن بعضی هم هستن ممکنه مثل این مسئله، چون میترسن که مثلا شاید محدودیت هایی برای خودشون ایجاد بشه، ممکنه اینطور جبهه بگیرن. نکته بعدی این که آیا خانواده میتونن بیان یا نه. بله بچه ها، دوره پستاک دوره کاریه و چون دوره دانشجویی، حتی برای دوره دانشجویی هم خیلی بچه هایی که اپلای میکنن همسرهاشون که متأهل باشن میرن، برای دوره پستاک چون دوره شغلی هست خانواده میرن. اما مثلا بستگی داره، مثلا بعضی از کشور اروپایی مثلا ممکنه بیان اول شما برید بعد مثلا برای همسرتون ویزا میفرستن. اینطوری نیست که همسرتون اصلا نتونه بره، ممکنه همزمان با شما نتونه بره، مثلا 5 ماه 6 ماه بعد از شما بره، ولی بله خانواده میتونه بره و اصلا هیچ محدودیتی براش وجود نداره که چی، چون اصلا تحصیلی نیست، کاریه و هیچ محدودیتی از این نظر نیست. نکته بعدی که گفتید همه جای دنیا بچه ها این که میرن دکترا میخونن. ببینید حالا من طبیعتا همه کشورها نبودم، نمیدونم همه کشورها چه شکلیه، ولی همشون براشون یک، برای خودشون یک تعریف کار و زندگی دارن. میدونم خیلی از ماها متاسفانه به خاطر اینکه توی ایران پوزیشن های کاری برامون فراهم نیست میریم لول بعدی، لیسانس تموم شد چون کار پیدا نمیکنیم میریم ارشد، ارشد تموم شد کار پیدا نمیکنیم میریم دکترا. ولی یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، تو خیلی از کشورها شما به عنوان اینکه دکترا هستید کار پیدا کردن خیلی سخت تره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تا وقتی شما لیسانس هستید خیلی راحت میتونید تو کمپانی، تو شرکت ها از لیول بیس وارد بشید و آمادتون میکنن برای لیول های بالاتر. وقتی شما به عنوان یه دکترا وارد یک سیستم میشید، پرداختی اون سیستم به شما خیلی باید زیاد باشه، چون شما یه فرد تحصیل کرده آکادمیکی و به همون میزان به شما باید پول بدن. و این تمایل افراد زیاد نیست برای اینکه دکترا استخدام بکنن، برای این تمایل به اینکه لیسانس استخدام بکنن. اما وقتی آدم توانمندی باشید، تخصص داشته باشید، به هر قیمتی که شما رو میگیرن، یعنی اصلا نگاه نمیکنه که دیگه دکترا داری با پول زیاد بدین، مهمه که تخصص تو رو میخواد. برای همینه من تو تمام کلاسام داد میزنم به بچه ها، میگم تا مادامی که تو دانشگاه هستید از امکانات دانشگاه استفاده کنید، تکنیک یاد بگیرید، در افزار یاد بگیرید، طرح کار کنید، کلی مقاله چاپ کنید، باور کنید به حدی شما رو قوی میکنه. یعنی تخصص شما هر جای دنیا باشه شما رو میگیرن، یعنی چون بهش احتیاج دارن. میدونید من اینو به عینه دیدم و چون میدونم همچین چیزی هست و منتتون رو میکشن و واقعا میگیرنتون. فکر نکنید که مثلا خسته شدم به زور بخونم برم پستاک، حالا تا که یه کاری میکنیم یه حقوقی هم میگیریم. اگه دیدت اینطوریه واقعا پستاکت هم تموم میشه و بعدش تو میمونی با یک سن 35 سال تا 40 سالی که به قول یکی از بچه‌ای که اینجا نوش پیر شدی، ولی هنوز یه شغل ثابتی نداری. ولی اگه واقعا وقت بذاری براش، توانایی و تکنیکاتو ببری بالا، مطمئن باشید که اصلا براتون شرایط سخت نخواهد بود و حتی پوزیشن بهتون پیشنهاد میده میشه که بیایید با گروهاشون کار کنید در قبال اینکه پول خیلی خوبی هم بهتون میدن. مثالی که گفتید اینو میگم چون نمیخوام خیلی دیگه وقت بچهای دیگه هم که سوالاشونو بپرسن. ما دیروز تا من دیروز استوریاشو توی صفحه اینستاگرامم گذاشتم، جشن فارغ التحصیلی داشتیم برای بچهایی که اینجا فارغ التحصیل شدن. خب ژاپن بچه‌ای که از کشورهایی که بچهای فارغ التحصیل اصلا مشکل کار ندارن، یعنی بچه‌هایی که ما الان توی دپارتمان خودمون، تو گروه خودمون، آزمایشگاهی که من دارم کار میکنم، بچه‌های لیسانس خیلی‌هاشون 80-90% بعد از لیسانس تمایلی به ادامه دادن به مقطع فوق لیسانس ندارن، مستقیم میرن کمپانی. و مدل اینجا این شکلی هست که شما بعد از این که در واقع همون سالی که همون دوره‌ای که دوره لیسانس رو داری می‌زنید، سال 3 یا 4 از کمپانی‌ها میان دانشگاه، همون درس کارآفرینی که من و شما پاس کردیم و همینطوری ممانی درس تو که دانشگاه ما پاس شده، اینا هم دارن. با این تفاوت که تو اون درس کارآفرینی از کمپانی‌ها میان دانشگاه چیکار می‌کنن، میاد به شما پرزنت می‌کنه که من چه کمپانی هستم، تو اگه بیای تو کمپانی من کار کنی من چه خدماتی بهت میدم، و ترغیبت می‌کنه که اپلای کنی باهاش کار
کار کنی. یعنی هر چی خدمات بیشتری اون کمپانی بهت بده تو راغب میشی باهاشون کار کنی. و ما دیروز بچه‌هایی که این ترم فارغ التحصیل شدن از آزمایشگاه ما، دو تا دانشجوی فوق لیسانس بودن و چهار تا هم دانشجوی دکترا، چهار تا دانشجوی لیسانس بودن، دو تا فوق لیسانس، چهار تا لیسانس، همه اینا کارشون مشخص شده از بچه‌ها. هیچ کدوم اینها بیکار نیستن، همشون قبل از فارغ التحصیلی از سال قبل، یعنی از سال 3 یا نهایتاً 4 لیسانس کارشون مشخص شده بود، اینترویوهاشون رو رفته بودن و ماه مارچ، فوریه، مارچ دفاعشون بوده، اپریل شروع کارشونه. هیچ کدومشون بیکار نیستن، همشون درآمد، یعنی از اپریل وارد درآمد میشن، به همین خاطر که خیلی سریع زندگی هاشون رو منیج میکنن و دیگه نیاز نیست به لول های بالا برن. اما یه سری هاشون میان لول های بالاتر، ما دانشجو دکترا هم داریم اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه دنیای ساینس رو دوست دارن، دوست دارن تو علم پیشرفت بکنن، دوست دارن تو آکادمیک بمونن. اینا افرادی هستن که دوست دارن تو حوزه تحقیقات کار کنن، یعنی اصلا ناچاری نمیان دکترا، اصلا علاقه میان دکترا. این فرقشون با ماست شاید. خب تکم امیدوارم سوالتون جواب داده باشم. من فکر کنم بنویسید سوالاتتون رو، خیلی سریع‌تر میتونیم جواب بدیم تا وایس. احساس من بله بله بچه ها، اول که با پستاک بله، چون سابقه کار و بیمه برای شما رد میشه. حالا شرایط اقامتی بستگی داره، مثلا تو اروپا شما بعد از 5 سال میتونی اقامت دائم بگیری، یا مثلا تو ژاپن هم همینه، حتی تو ژاپن برای افراد متخصص برای 3 ساله. و اما ژاپن خب یک محدودیت های دیگه ای داره، مثلا اینکه دو تابعیتی نیست. اروپا دو تابعیتیه، مثلا کانادا دو تابعیت، یعنی دو تابعیتیه، راحت تر. تو کانادا که خیلی راحت تر، شما بعد از 1 سال میتونی درخواست بدی. توی آمریکا راحت تر، بعد از 1 سال درخواست گرین کارت میدی. چون همه کشورها بچه‌ها بر اساس سابقه کار بهتون اقامت دائم میدن، و چون پست داک سابقه کار همراه با بیمه هست، شما میتونی اپلای بکنی و مشکلی بعدن، حالا برای کسایی که میخوان بمونن تون کشور هم مسئله ای نباشه. نکته بعدی، سوال دیگه ای که پرسیدن یادم رفت، اون سوال چی بود؟ باید بنویسم که یادم نره. یکیش اقامت بود، یکی دیگه آها سلامات بعد. نه بچه ها اصلا کاری ندارن. اون چیزی براشون مهمه سال فارغ التحصیلی شما هست، یعنی سالی که فارغ التحصیل شدی براشون خیلی مهمه. سنوات اصلا مهم نیست براشون، اصلا مهم نیست. شما دکترا 4 ساله است، ما همه سن... من خودم دکترام 5 ساله تموم شد. به خصوص بچه‌ای که فرصت میرن، به خاطر اینکه 6 ماه فرصتن و تا برمیگردن بتونن دفاع کنن و پایان‌نامه تموم بشه و اینا. به خصوص بچه‌ای که مثلا من خودم کارام آزمایشگاهیه و به همین خاطر خیلی زمانبر کارای ما، و معمولا 5 پنج... چون دوره دکترای ما تو ایران 4 ساله است، دوره دکترای اینا 3 ساله است. ما معمولا به 5 سال میرسه، اینا معمولا به 4 سال میرسن، ولی خب خیلیشون هم همین 3 سال دفاع میکنن. اما در مجموع نه، کاری با سنوات اصلا ندارن. خب میخوایی بخونید یا من سوالا رو میبینم اینجا؟ البته میتونم از اینجا. آره آره خودم میخونم از اونجا، از بعد اقامت توضیح میدم سوالاتو. خب یکی نوشته که عذر میخوام استاد، برای اون موقعیت های شغلی که فرمودین دولتی هستن، طرح پژوهششون همون شکلی هست که براشون توی اولویت هست، یا یعنی اینکه مثل پوزیشن اعلام کردن از طرف اساتید هستن؟ نه ببینید، اصلا اعلام نمیشه، پوزیشن اعلام نمیشه. مثلا ماری کوری خیلی دیدید، یه سرچ بزنید بعد از این کلاس میبینید مثلا ماری کوری ددلاین داره، مثلا جی اس بی اس ددلاین داره. خب میگه مثلا ریسرچرهایی که میخوان برای پست داک ماری کوری اپلای کنن، تا فلان تاریخ طرح تحقیقاتیشون رو باید بفرستن برای اتحادیه اروپا. نه موضوع بهت میده، هر موضوعی هست. میگن رقابتی، چرا؟ مثلا جی اس بی اس دو بار در سال پذیرش داره، هر بار هم 115 نفر انتخاب میکنه، از همه کشورها، از همه رشته ها، نه فقط مثلا کشاورزی یا مثلا فقط ریاضی یا مثلا فقط فیزیک، از همه رشته ها، از همه کشورها 115 نفر. خب پروپوزال تو هر چیزی میتونی بنویسی تو حوزت، اونا تشخیص میدن که پروپوزالی که تو نوشتی با اون استادی که داری نوشتی، پروپوز اون موضوع تو اولویت های کشور باشه،
میدونی چه میگم؟ مثلا اون استاده موضوعی که داره کار، استاد خودش میدونه، چون به حال استاد همون کشوره دیگه، میدونه که چه فیلدایی تو حساسیت های مثلا چیز هست، بهت پیشنهادم میده، مثلا میگه بیا تو اون موضوع پروپوزال بنویسین، یا گاهن مثلا ازت میپرسه، میگه مثلا تو پیشنهاد موضوع داری؟ تو میگه آره مثلا من به این فیلد علاقه دارم، اگه موافق باشه میگه آره باشه بیا با هم بنویسیم، اگه موافق نباشه میگه نه مثلا این فیلد کار کنیم بهتره، مثلا پروپوزال شانس بیشتری داره، تو اون حوزه مینویسی. خب بنابراین اصلا پوزیشن اعلام نمیشه، فقط ددلاین میاد که مثلا فلان تاریخ میتونی پروپوزال ها رو بفرستین و فلان تاریخ هم جواب میاد. همین خانم دکتر رشته دانشگاهیتون میفهمم؟ بله بچه ها من کشاورزی بودم، گرایش من باغبانی بوده، باز گرایشم توی ارشد و دکترا فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی بوده، در واقع من تو حوزه کار مولکولی و ژنتیکی و پروتئینی و اینا کار میکنم، ژنومیکس و پروتومیکس، ترکیب این دوتا، روی ژن و پروتئین و این چیزا کار میکنم. حالا مال گیاه، مال انسان و جانور حیوان و اینا نه، تو حوزه گیاه کار میکنم روی ژن و پروتئین. خب پوزیشن داخلی ارزشمنده؟ بله چرا نیست، پست خیلی از بچه ها پست های داخل میگذرونن، به خاطر اینکه الان تو ایران هم خیلی هست بچه ها به خاطر اینکه برای هیئت علمی شدن میگن پست ها حتما باید گذرونده باشی و شانس بیشتری هم دارید، و من دیدم که خیلی تو ایران هم میگیرن پست ها، حتی میتونید یه پست ها تو ایران بگذارید اگه بعدش پوزیشن هیئت علمی داشتید یا پوزیشنش کاری ثابت داشتید، خب میمونید، اگر نه بعدش میتونید برای خارج از ایران بگید، این بسیاری به خودتون داره بچه، چون معمولا تو دوره پستاک ماها دیگه سنامون کم نیست، میگم دیگه بین رنج 30 تا 35 سالیم و شاید هم بالاتر، به همین خاطر یه کمی دیگه اون حالت عاقلانه تر تصمیم گیریم و دوست داریم زودتر استیبل بشیم، پس همه چی بستگی به خود فرد داره، میخواد یه دوره پستاک بگذرونه، چقدر آدم قوی باشه برای پوزیشن‌های ثابت درخواست بده، اینا همه بستگی به خودتون، شیوه زندگیتون و شرایط زندگیتون دارین. مثلا خیلی از شماها ممکن الان تو ایران کار داشته باشید، شرکت داشته باشید، مثلا من خودم توی ایران از سال اول دکترا آزمایشگاه خودم رو داشتم، هنوز هم دارمش و حفظش کردم، یعنی میخوام بگم که خیلی از بچه‌ها تو سنین مثلا ماها دیگه شاید یک کسب و کاری هم برای خودشون تو ایران راه انداخته باشن، چون شرایط ها با هم فرق میکنه، پس هر کسی خودش بهتر میتونه برای زندگیش و آینده شغلی و کاریش تصمیم بگیره. ایمیل و آیدی تون رو ممکنه بدید؟ بچه من یه ایمیل کاری دارم کلن برای مثلا کلن برای این بچه های اپلای و رزومه و اینا گذاشتم که بعدا براتون میتونم بفرستم، یا بعد این کلاس تو گروه یا هرچی. غیر از اون تو اکانت اینستاگرام من خیلی میتونید سوالاتتون رو دایرکت بپرسید، من معمولا همه رو جواب میدم تو تایم هایی که آزاد باشم، یا این تایم های پرتی که توی روز دارم تو قطارم یا هر مترو هر جایی که باشم و تایم پرت داشته باشم، معمولا سوالای بچه‌ها رو جواب میدم، نگران این موضوع نباشید. میشه سن رو لحاظ کنید تا چه سنی میتونیم؟ ببینید بستگی داره بچه ها، بعضی از پوزیشن ها سه محدودیت سنی داره، مثلا توی اون پوزیشن هایی که اعلام میشه مینویسن مثلا بیشتر از 35 نباشه، مثلا بیشتر از 40 نباشن، خب بعضی از پوزیشن ها اصلا محدودیت سنی ندارن، اون چیزی که خیلی براشون مهمه میگم مثلا 3 تا 5 سال از دکتراتون نگذشته باشه، این خیلی مهمه، خیلی فاکتورهای دیگه اهمیت نداره. رفع فیلتر رو توضیح میدین؟ رفع فیلتر چیو؟ منظورتون توییتر و ریسرچ گیت و ایناست که خب با وی پی ان دیگه، کمی وی پی انی که شما با تلگرام الان فیلتر تو ایران چجوری میرید همون هم برای اونا استفاده کنید که بتونید فیلتر رو برطرف کنید که از اون وبسایت ها استفاده کنید، اینا وبسایت آکادمیکیه نه چیز نیست. خانم دکتر ما هم مایل بودیم سطح آکادمیک ادامه بدیم، ولی وقتی میبینیم برای کشاورزی تو ایران جذب نیست ترجیح میدیم تو همین لیسانس باقی بمونیم. بچه ها ببینید خیلی من کلا ذهنیت فکری این شکلی نیست، یعنی من میگم فکرتون اینطوری محدود نکنید، اول اینکه ما قرار نیست منتظر باشیم که همه برای ما شغل ایجاد کنن، خب به خصوص بچهای کشاورزی، یعنی من و شما خودمون باید حرفه ایجاد کنیم، چرا؟ به خاطر اینکه کشاورزی همه و همش اشتغال زاییه، خب همه و همش توانمندیه، من الان
چند دقیقه پیش گفتم که من سال اول دکتر آزمایشگاه خودم رو زدم، خب، و تو آزمایشگاه کلی تا الان کار کردم، کلی ازش درآمد درآوردم، چه از اون فاز آموزشش باشه، چه از فاز تولید تجاریش باشه، و این چیزی نبوده که مثلا کسی اون آزمایشگاه رو برای من بزنه بعد میگه مثلا یک ارگان دولتی باشه، مثلا این قضايا نبوده. یا ذهنتون اصلا محدود نکنید، اینقدر من آدمهایی رو دیدم که واقعا تو حوزه کشاورزی خیلی پیشرفته وسیع کردن و واقعا اصلا محدود نبودن. مثلا شاید خیلیاتون آقای مهندس گلی زاده رو بشناسید که گلخانه روماکو دارن سمت شمال. خب من آقای گلی زاده رو سال 4 لیسانس، یعنی سال 89، زمانی که مهندس گلی زاده درس کارآفرینی آوردن که برای ما حرف بزنه، این آقا لیسانس باغبانی بود، با لیسانس الان به جای رسیده که صادرات ایران توی قسمت محصولات باغبانی تو دست ایشونه، پوزیشن دولتی نداره ها، گلخونه اصلا پایانه صادراتی داره تو شمال کشور، و چقدر جوون و مشغول به کار کرده و چقدر آدمیه که چقدر تلاش کرده. بنابراین ذهناتون رو محدود نکنید به این که آره ما الان آینده شغلی نداریم، رشته هامون به درد نمیخوره. من همین رو قبوله، همه محدودیت ها رو میدونم چیه، این فقط برای شما نیست، منم هم مثل شما ایرانی هم، همه محدودیت ها برای همه ما هست، ولی بچه ها محدودیت همه تو ذهن من و شما تعریف شده. تا وقتی این محدودیت رو از ذهنمون برداریم، خیلی آینده رو قشنگ میتونیم بسازیم، هم برای خودمون، هم برای کسایی که بعد از ما میان توی ایران، و هم برای بچه هامون، و هم میتونیم زندگی خیلی بهتری داشته باشیم. همه آدم ها لایق بهترین زندگی هستن و بهترین زندگی رو خودشون میسازن، نه صرفا این که کسی براشون بسازه. پس اینقدر ناامیدانه بهش نگاه نکنید. پستاک آمریکا برای ویزا نیاز به مدرک زبانه. نمیدونم بچه‌ها، من تجربه آمریکا رو اصلا ندارم، هیچ وقتم سراغ آمریکا نرفتم، اصلا نمیدونم، هیچ وقت نه اپلای کردم نه هیچی، چون اصلا خیلی به آمریکا علاقمند نیستم، ولی نمیدونم، شاید هم نیاز به مدرک زبان داشته باشه. مقالات علمی پژوهشی داخلی تاثیر داره. سوال خیلی خوبی پرسیدی بچه‌ها. مقالاتی که شما چاپ کردید اگر ابستراکت انگلیسی داشته باشه، اون به درد میخوره، چون طرف باید بخونه تو چیکار کردی. خیلی هم از مقالات شما رو میخوان و طبیعتا مقالات شما حتی انگلیسی باشه، چه تو ژورنال علم پژوهشی انگلیسی هم چاپ شده، ارجحیت داره به علم پژوهشی داخلی یا داخلی ها چاپ. معمولا من داخلی ها همه ابستراکت انگلیسی دارن، ولی خب به شخص من، خودم تجربه این پژوهشی اصلا ندارم داخلی رو، من کلا همه چی ISI بوده و همش انگلیسی زبان نوشتم، به همین خاطر اصلا نمیدونم که اگر فارسی باشه یا نه، ولی میدونم که اگر از شما مقالاتتون رو بخواید طبیعتا مقاله فارسی به دردشون نمیخوره. محدودیت سنی داره، اینو گفتم، توضیح دادن در موردش، روی نمرات هم باید ترجمه بشه. این هم سوال خوبیه. بعضی کشورها از شما اصل مدرک رو میخوان، خب اون جاهایی که اصل مدرک رو میخوان همراه با دانشجوها باید روی نمرات هم ترجمه بشه، اونجایی که نمیخوان نه، فقط یک ترجمه از مدرک دکترا میخوان، حتی اگه غیر رسمی باشه. دوره پستاک چند سال است؟ معمولا 2 سال به بالا. البته اینو به شما بگم، خیلی از جاها الان دیگه زرنگ شدن، معمولا 1 سال از اول قرارداد میبندن، به خاطر اینکه میترسن که شما آدم توانمندی نباشید، و اگر راضی باشن 1 سال مثلا بعدش تمدید میکنن یا 2 سال تمدید میکنن، ولی معمولا پستاک ها 2 ساله هست به بالا، و بعدش مثلا شما 2 سال پستاکتون میگذرونی، بعدش میگی اصلا به عنوان یک ایندیپندنت ریسرچر با حقوق دانشگاهی که برات فیکس میکننش، دیگه پستاک مثلا نیستی، به عنوان یک ریسرچر داری فعالیت میکنی. اگه فرصت مطالعاتی بریم چند ماه دیرتر فارغ التحصیل میشیم؟ ببین شما 6 ماه نیستید دیگه، و بسته به این که حالا کارتو به کجا رسونده باشه. اگه کار تو ایران تموم شده باشه، خب بلافاصله برگشتی میتونی دفاع کنی. اگه کار تمام نشده باشه، خب وقتی برگشتی و ادامه کارت کار کنی، به هر چقدر طولانی تر بشه کارت، دفاعت عقب‌تر میفته. آیا بدون فرصت مطالعاتی هم میشه پست گرفت؟ قطعاً میشه گرفت. همه چی بسته به رزومه شما داره بچه‌ها. فرصت مطالعاتی یک چیز ثابت نیست. من دوستایی رو دارم که اصلا فرصت مطالعاتی نرفتن، ولی الان جاهای خیلی خوبی پذیرش پست گرفتن و رفتن، و دوستانی رو دارم که جاهای خیلی خوبی فرصت مطالعاتی رفتن ولی هنوز نتونستن پذیرش پست بگیرن. اصلا فرصت مطالعاتی تضمین نیست، ولی میتونه یه پوان مثبت براتون باشه که سابقه کار اینترنشنال داشتید، اما تضمین کننده نیست اصلا.
آیا فرصت امتحاناتی داخلی خوبه یا خیر خوبه؟ هر چیزی که باعث بشه بچه ها، من اینو میگم، میگم هر چیزی که باعث بشه شما یک تکنولوژی جدید، یک تکنیک جدید، یک سابقه کار بیشتر، یک مقاله بیشتر، یک طرح بیشتر انجام بدی، برو دنبالش. هر چی خودتو قوی تر بکنی شانست بالاتره. برای اسپانیا رو اگه اطلاع دارین لطفا توضیح بدین، ممنون. نه بچه من خیلی اسپانیا اینجا رو اصلا اطلاعات ندارم که به چه شکله، ولی اگه منظورتون مدارک و ایناست، مدارک همه همیناست. خب چون من یه دونه کانال اپلای هست توی تلگرام زدم، پوزیشن ها رایگان اونجا میذارم برای بچه‌ای که میخوان اپلای کنم، چه برای ارشد، چه برای دکترا، چه برای پست داک. خب هر روزم میذارم چون برای من این پوزیشن ها میاد و میذارم اونجا که هر کسی دوست داره استفاده کنه. اما بچه‌ها یه چیزی که خیلی مهمه میدونین چیه؟ اینکه این مدارکی که گفتم فرقی نمیکنه. اون چیزایی که مهمه مال سفارت هاست، که مدارکی که سفارت ازتون میخواد اونا رو، خب هر کشوری شرایط خاص خودش داره، البته من از همه کشورا که خبر ندارم. اون شرایط سفارتی که باید برید توی سایت سفارتاشون شرایط ویزا دادنشون رو بخونید، ولی مدارکی که برای پست داک ازتون میخوان همینایی که بهتون گفتم، کاور لتر، ریکامندیشن لتر به اضافه رزومتون، همیناست. چیز بیشتری ازتون نمیخوان. خانم دکتر من میخوام برای فرصت اطلاعاتی یا پست داک برم ژاپن، چون قبلا خودم این کشور رفتم، چطوری میتونم اقدام کنم؟ سایت خاصی رو میشناسید؟ ببینید فرصت مطالعاتی که سایت نیست، باید بتونید از این استاد پذیرش بگیرید. خب حالا هر دانشگاهی که باشه یا هر مؤسسه، بسته به کاری که دارید انجام میدید، چون فرصت مطالعاتی یعنی شما یک بخشی از کار تز دکتراتون رو میبرید اونجا انجام میدید، پس باید تو حیطه‌ای باشه که اون استاد داره کار میکنه و تو آزمایشگاهش جا داشته باشه. این نکته مهمیه. پوستاک وضعش فرق میکنه. پوستاک هم اگر دو حاله، هم مثل همینایی که اینجا براتون گفتم، اگه بخواید با استاد کار کنید، براش ایمیل میزنید میگی من میخوام پوستاک با شما کار کنم، اگه جو داشته باشه، گرانت داشته باشه، علاقمند باشه به رزومه شما، میگه باشه بیا. اگه نه، میگه نه. اگر هم میخوای خودت اپلای بکنی، برای همونایی که گفتم معروف ترین پوستاک ژاپن جی اس پی اس، برای جی اس پی اس هم اگر میخوای اپلای بکنی، باید اول با یه استاد صحبت بکنی، چون شما استاد با هم باید اپلای کنی برای اونجا، یعنی به تنهایی نمیتونی اونجا اپلای بکنی یا پروپوزال بفرستی، و شرایط استادم خیلی مهمه، باید توانایی است، یعنی شرایط استفاده از اون بورس رو داشته باشه. رشته فیزیولوژی گیاهی با توجه به اینکه کارهای فیزیولوژی انجام شده و پروتومیکس نبود، چطور پرزنت خوب میشه داشت؟ نباشه بچه ها. پروتومیکس و ژنومیکس میاد تو حوزه کار مولکولی، فیزیولوژی کلن جداست و شما تو حوزه فیزیولوژیک حتما که نباید رو پروتئین کار کرده باشی. خیلی وقتا میای روی آنالیز بیان آنزیم ها اصلا کار کردی، رفتی مثلا روی سری از رنگیزه های فوتوسنتزی کار میکنی، ترکیبات دیگه کار کردی، اصلا از لحاظ فیزیولوژیک یا بررسی میکنی، اصلا نیازی نیست که حتما پروتومیکس باشه، کیتت اونه و تو همون حوزه هم صحبت میکنی، چون این کارها همیشه و همه جا انجام میشه. انجام میشه، نمیگم انجام نمیشه، اما چجوری بگم، اجبارش نیست که حتما باید انجام داده باشی، بلد باشی بهتره، ولی اگه نباشی محدودیت نمیکنه. ممنون خانم دکتر، من امسال میخوام دکترا بخونم، هدفم پستاک و ورود به حوزه آکادمیکه. میخوام بدونم تو مسیر دکتر چه کارهایی انجام بدم که پذیرش پستاک راحت تر بشه. سوال دومم، زبان رو در مسیر مکالمه ادامه بدم یا گرفتن آیلتس؟ فرق نمیکنه بچه‌ها، زبان رو تو مسیر آیلتس باشه یا مکالمه، هیچ فرقی با هم نداره، چون شما تو آیلتس هم مکالمه باید داشته باشید. خب به اضافه اینکه اون چیزی که خیلی مهمه، زبان آکادمیکتون باید قوی باشه، یعنی توانایی نوشتن مقالاتتون به اضافه اینکه با مکالمه هم باید داشته باشی. تو آیلتس هم شما ریدینگ و رایتینگ و اسپیکینگ و همینا رو باید داشته باشی، توی مکالمه هم همین حالته، فقط صرفا صحبت کردن نیست، شما صحبت میکنی ولی بعدش باید بتونی بنویسی، مقاله ازت میخوان، هر 6 ماه یک سال با مقاله چاپ بکنی و مقاله چاپ کردن میشه آکادمیک دیگه، پس اونجا باید گرامر و ریدینگ و رایتینگ و اینا رو بلد باشی. هر کدوم از اونا رو بری فرق نمیکنه، دو تایش با هم به درد هم میخوره، مکمل هم هست. چه کارهایی انجام بدی که پذیرش پستاکت راحت تر بشه؟ ببین از من میشنوی، من تجربه خودم بهت میگم. من از سال اول دکترام کلا تو ارشدم هم همین کارو کردم، غیر از پایان‌نامه خودم رو 4 تا تای تحقیقاتی کار میکردم همزبان، و از همشون مقاله دادم و همین باعث شد که مقالات من بالا باشه، و این خیلی کمکت میکنه تا میتونی یاد بگیر.
یعنی با هر استادی تونستی کار تحقیقاتی بردار، طرح تحقیقاتی بگیر، مقاله بنویس، تمام اینا و همین ها خیلی کمکت میکنه به اینکه آدم قوی بشی و مقالات خوب چاپ بکنی و بتونی موفق تر یه پوزیشنی رو به دست بیاری. پاسخ نمیدین چرا؟ پس الان دقیقا چی کار دارم میکنم؟ اونجا هم میشه وارد شغل های دولتی شد، مثلا رشتشمی وارد پتروشیمی؟ بله چرا نمیشه، قطعا میشه، تو هر کشوری میشه، بسته به اینکه شما چه توانایی هایی داشته باشی. و البته معمولا بچه ها زمانی که شما دیگه دکترا و پست داک دارید دیگه مثلا نمیبرن تو کارخونه یا هر جایی به تو قسمت فاز عملی کار وارد بشی، شما میشید هد اون قسمت، یعنی اون واحد تحقیق، چون همه کمپانی ها تو همه جای دنیا بچه ها بخش آرندی دارن، یعنی بخش کار تحقیقاتیه. اول کار تحقیقاتی آرندی باید یک طرحی رو، یک تحقیقی رو ستاپ بکنه، بعد میاد اون پلان، اون قسم فکتوری کوچیکشون اون رو ستاپ میکنه و بعد میره تو اشل وسیع. سیستم به این شکل میره و شما همیشه با تحصیلات دکترا و پست داک تو بخش آرندیش هستید، چه بخواید چه نخواید، و تو هر فیلدی میتونید وارد بشی تو آرندیش و هیچ وقت شما رو محدود نمیکنه. شبیه سازی هم اونجا کار میکنن؟ بله. حوزه مهندسی عمران اونجا چطور؟ اگه منظورتون ژاپنه خوبه، ولی من عمران نیستم. اما یه چیزی که خیلی مهمه بچه ها، حتی همسر من رشتش فنی مهندسیه، یکم از طریق اون اطلاعات دارم، اما به طور کلی هر چقدر که تو رشته خودتون قوی تر باشید، حالا من نمیدونم خیلی جزئیات رشته شما چجوریه، ولی هر چقدر قوی تر باشید، نمیدونم کارهای نرم افزاریتون، این چیزاتون قوی تر باشه، خیلی بهتر کمک میکنه، به خصوص مثلا توی ژاپن. میدونم که تو فیلدهای شماها خیلی نرم افزار و این چیزا براشون مهمه. فرصت مطالعاتی رو توضیح ندادین، نمیدونم دقیقا چه سوالی برای تو فرصت مطالعاتی دارین، اونو بپرسین دقیقا جواب بدن. اگه کلن توضیح دادنش خیلی پروسه طولانیه و طبیعتا باب کلاس الان نیست. ممکنه بفهمه که باید تمام متدهایی که تو پوزیشن ها نوشته بلد باشیم، اگه حد تئوری میتونه کافی باشه. ببین خیلی سوال قشنگی پرسیدی، نیازی نیستش که تمام متدها رو بلد باشی، خب، ولی در حد تئوری هم، در حد تئوری که باید بلد باشی، خب، یا اگر هم بلد نیستی خب میتونی اونجا بخونی. اما شاید بگم مثلا از اون پوزیشنی که اطلاع دادن حداقل باید 60-70 درصدش رو بلد باشی، اگه 30 درصد رو بلد نیستی اونجا هم رفتی باید زحمت بکشی خودت یاد بگیری، چون اینجا بهت آموزش نمیدن، نه ژاپن نه هیچ جای دیگه دنیا. چرا بچه‌ها؟ چون شما ایندیپندنت ریسرچرین، یعنی یک ریسرچر مستقلین، به همین خاطر انتظار نداشته باشید که چیز باشه، انتظار نداشته باشید که مثلا به شما آموزش بده حالا سوپروایزرتون یا هرکی، چون اصلا دانشجو نیستید. خب تمام این نکات که فهمیدیم برای دانشجوی دکتره عمومی هم هست که پیوسته میخونن. بچه برای بچه های پزشکی و اینا اصلا نمیدونم داستان چه شکله، چون اصلا یه حوزه های دیگه هستن و اصلا نمیدونم که جزئیاتشون به چه شکله و اصلا پستاک دارن و اصلا اینا رو نمیدونم. خب پاورپوینت در اختیار قرار میگیره؟ آره پاورپوینت براتون میفرستم، خیلی چیز خاصی نداشت، ولی باش پاورپوینت براتون، یعنی برای ادمین ها میفرستم که بذارن تو گروه براتون. یعنی اینجور که فهمیدیم ما از اولویتون کشورهایی که بورسیه دولتی میدن اطلاعی نداریم. بچه ها شما برای اینکه توی اون پوزیشن ها اپلای بکنید گفتم یه سوپروایزر اول پیدا میکنید، اون سوپروایزر از اون اولویت ها اطلاع داره، بهتون پیشنهاد میده و اگه خودتون هم موضوع پیشنهاد داشته باشید باهاش در میون میذارید. خب هزینه شو ندارید و وام ها سور کلام میخونم، اگه راهی دارین لطفا پیشنهاد بدین. راه دارم ولی خب اینجا در موردش حرف نمیزنم، چون الان میخوایم در مورد پستاک حرف بزنیم. آره وام کارآفرینی خیلی کمک میکنه، سور کلام هم نمیخواد. بعضا اساتید ما رو ناامید میکنن که تو کشاورزی پوزیشن پیدا کردن خیلی خیلی سخته. نه سخت نیست، رقابتیه، شما شانستون رو ببرید بالا، خودتون رو قوی کنید. فرصت مطلقی تاثیر مثبت داره، در موردش توضیح دادم، بله تاثیر مثبت داره ولی قطعی نیست.
دانشگاه که فرمودین که مدرک زبان نمیخواست برای ویزه ها مثلا اروپا نیاز به مدرک زبان، نه بچه ها، معمولا اروپا سفارت هاشون نیاز به مدرک زبان ندارن برای پست داک، ولی طبیعتا شما وقتی میرید سفارت باهاتون مصاحبه میکنن، به خصوص تو اروپا، و باید بتونید باشون انگلیسی صحبت بکنید. این توانایی صحبت کردن رو باید داشته باشید، حالا نه اینکه خیلی افتضاح باشید، نه خیلی، حالا اگه حرفه‌ای هم نیستید، ولی بتونید ارتباط برقرار کنید. لینک کانالتون در تلگرام رو بذارید لطفا. اوکی میشه کانالت کانال باشه؟ اوکی، فکر کنم سوال تموم شد. بله، خواهش میکنم. بله، برای بچه های ایمیل کاری دارم. خواهش میکنم، متشکرم، منم از شما خیلی ممنونم. سلام. متشکرم، سلامت باشید. برای شما و همه دوستان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ممنون برای امشب، من هم کنار شما لذت بردم. خواهش میکنم، وقت شما هم بخیر. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.